ضمن عرض تسلیت به مردم شریف ایران و خانواده های شهیدان راه آزادی و به نام زن زندگی آزادی، با عرض درود و وقت بخیر خدمت همکاران و همراهان عزیز و تمام مردم شریف و آزادی خواه ایران و کسانی که یا الان ما رو میبینن و یا در آینده ما رو در یوتیوب و یا تلویزیون یا اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ما رو خواهند دید. امروز جمعه 11 نوامبر 2022 رأس ساعت 16:20 به وقت اروپای مرکزی جلسه فراخوان ویژه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران رو با عنوان حق اعتراض و شیوه های نشان دادن اتحاد و همبستگی با مردم ایران رو در خدمت دو سخنران عزیز هستیم که در ابتدا بانو طیبه نجاتیان عزیز گزارش و تحلیل اتفاقات 50 روز اخیر در ایران رو برامون انجام میدن و در ادامه در خدمت آقای داوود لطفی هستیم با بررسی انواع اعتراض ورزشکاران در اعتراضات اخیر. همچنین خوشحال میشیم که شما رو با نظراتتون همراهمون داشته باشیم. بدون فوت وقت میریم سراغ خانم نجاتیان عزیز. خانم نجاتیان اگه آماده هستین دستتون رو بالا ببرید که من مایک رو براتون باز کنم. بفرمایید. مایک برای شما باز هست، بفرمایید. ستاره‌ای بدرخشید و ماه منظر شد. روز چهارشنبه 4 آبان 40 مهسا امینی ژینای ایران و کردستان بود و تقریبا تمام شاهدان به جز حامیان حکومت متفق القولند که مردم حماسه آفریدند. سقز و ده‌ها شهر ایران صحنه ادامه انقلاب بود. از بامداد سیل مردم با پای پیاده راهی آرامستان آیچی سقز شدند. این جمعیت حیرت جهانیان را برانگیخت و تبدیل به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان شد. حماسه مشابه حماسه برلین. با درود و عرض ادب. برای مام میهن، برای آزادی ایران و ایرانی، برای فردای فرزندان ایران، برای همه آنچه گرفتند و نداشتیم. عناوین مهمترین خبرهای ایران و انقلاب مردمی. اون چی که الان برای دوستان بیان میکنم از اولین روزها تا امروزه. اگر آماری یه وقتی کمتر گفته میشه، به ترتیب که گزارش ها رو داده میشم آمار بیشتر خواهد شد و به حقیقت نزدیکتر خواهد شد. آمار کشته شدگان اعتراضات ایران به دست کم 234 نفر از جمله 29 کودک رسید. حمله به زائرین چاه‌چراغ شیراز ساعتی پس از ریزش بخش دیگری از ساختمان متروپول در آبادان. طبق گفته شاهدان عینی، افراد لباس شخصی، خادم‌ها و زوارهای حاضر در حرم را به رگبار بستند. در پی این گشتار بیرحمانه دست کم 15 کشته و 10 زخمی به جای مانده است. سپاه پاسداران مسئولیت حمله به نمازگزاران در حرم شاه چراغ شیراز را بر عهده گرفت. شلیک گاز اشکاور به یک مدرسه دخترانه در منطقه امیرآباد تهران. روند شکلگیری انقلاب در اکثر مناطق تهران در جریان است. آلمان از تحریم بستگان افراد مسئول در جمهوری اسلامی خبر داد. در شهرستان قصر شیرین تظاهرات ادامه دارد. در این اعتراضات معترضان مراکز حکومتی را آتش زدند و بسیاری از مناطق تحت اختیار مردم قرار گرفت. قائم مقام سازمان نظام پزشکی در اعتراض به برخورد به تجمعات پزشکان استعفا کرد. تجمع اعتراضی کارگران مجتمع فولاد، بوتیای ایران و اعتصاب کارکنان تالارهای بورس در ایران. در پی تحریم‌های اخیر آمریکا، مجدداً چندین مقام سپاه و زندان اوین را تحریم کرد. بیش از نیمی از شهرستان بوکان آزاد شد.
در پی اعتصاب کامیونداران و کارگران پتروشیمی بوشهر، اصلویه و بندرعباس، اینترنت منطقه جنوب با اختلال جدی مواجه شد. گزارش‌های دریافتی رادیو مزدا حاکی است که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پیکر رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا را پس از انتقال به ایران روبوده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده است. در پی این اطلاع رسانی خانواده شهید نیکا کرمی پنجشنبه 14 آبان مراسم چهلم شهادت این نوجوان را برگزار خواهند کرد. حمله ماموران امنیتی به مراسم نیکا شاکرمی در گورستان، گروه ویژه از تحقیقات وسیع شبکه CNN، ربایش نیکا شاکرمی توسط 4 لباس شخصی و قتل او افکار عمومی را ملتهب ساخت. این شبکه خبری به مدارک مهمی دست پیدا کرده و ثابت می کند که نیکا شاکرمی توسط حکومت جمهوری اسلامی تعقیب روبوده و به قتل رسیده است. فشار و آزار خانواده جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات اخیر در قزوین. خیزش بزرگ در مهاباد، انقلابیون وارد مراکز دولتی شدند و در همین راستا یک زن میانسال به نام کبرا شیخ سقا و جوانی دیگر به نام شاهو خزری پس از مراسم تدفین شهید اسماعیل مولوی، دیگر کشته شده اعتراضات اخیر، با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدند. در پی اخبار رسیده به دنبال اعلام بیانیه قطعی مولوی عبدالحمید برای مبارزه اهل سنت با ظلم رژیم سپاه پاسداران از 3 استان مجاور در حال گسیل به نیروهای به زاهدان و نیروهای سرکوبگر به زاهدان هستند. اقوام بلوچ در زاهدان گردهمایی بزرگی را خواهند داشت. 400 مداح حکومتی خواستار کشتار مردم معترض ایران شدند. حسین آقامیری هم یکی از این متقاضیان این کشتار و افراد مطرح شده در این لیست است. درخواست گزارشگر ویژه برای تحقیق مستقل درباره مرگ مهسا امینی و برخورد با معترضان در ایران. برنامه‌های وزیر خارجه آلمان، قطع بزنس معمول با جمهوری اسلامی، تحریم ناقضان حقوق بشر و خانواده آنها، جلسه اضطراری در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تعلیق گفتگوی دو طرفه درباره اقتصاد و انرژی. علی کریمی خطاب به سخنگوی دولت: شما پیکر رضا حقیقت نژاد را تحویل دهید، برگشت من پیشکش. شک و تردیدهای عمومی و دروغهای ناشیانه حکومت در برابر ادعای دست داشتن داعش در حمله به شاهچراغ شیراز از طراحی پوستر چند ساعته قبل از حادثه تا تکذیب عملیات تروریستی توسط داعش، تحریم استاندار و فرمانده سپاه سلمان بلوچستان توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، حامد اسماعیلیون برای تشکیل زنجیره انسانی در روز شنبه 7 آبان در سراسر دنیا در حمایت از کشورش ایران فراخوان زد، اعلام همبستگی وزیران خارجه 11 کشور جهان با زنان معترض ایران، مادر رضا حقیقت نژاد با انتشار ویدیویی نسبت به روبودن پیکر فرزندش توسط نیروهای امنیتی اعتراض کرد. حکومت جسد رضا حقیقت نژاد را هنوز تحویل خانواده‌اش نداده است. تیپ 346 ارتش در مهاباد از دستور سرکوب سرپیچی کرد. شش آبان، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شماره کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 253 نفر رسیده و 34 تن از کشته شدگان زیر 18 سال سن دارند. در پی تجمع بزرگ اهل سنت در زاهدان و درگیری با نیروهای سرکوبگر شماری از هموطنانمان کشته و زخمی شدند. آمار کشته و زخمی شدگان زاهدان تا این لحظه 6 آبان 12 نفر اعلام شده است که یکی از کشته شدگان کودکی 12 ساله بوده است. اشکان مروتی، جوان ورزشکار سنندجی، امروز با 10 مزدور سرکوبگر تا آخرین قطره خون خود جنگید.
پرونده سازی مشترک اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار روزنامه شرق و همیهن در پی انتشار نخستین اخبار در مورد مهسا امینی. کشته شدن مائده جوانفر، پرستار 28 ساله توسط مزدوران بسیجی در شهر رشت. در طول اعتراضات مردمی و آزادی شهر مهاباد بیش از 20 نیروی فرماندهی انتظامی کشته و زخمی شده. انکار و دروغ مقامات جمهوری اسلامی در خصوص کشتار شاهچراغ همچنان ادامه دارد. مهرشاد شهید نژاد، سرآشپز نابغه عراقی، در اعتراضات اخیر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به قتل رسید. 6 آبان تولد این شهید نابغه میهن بود که مصادف شد با قتل رسیدنش. ادامه اعتصابات کارگران بخش نفت برای همبستگی با خیزش ایرانیان بر علیه جمهوری اسلامی. وزارت امور خارجه آلمان برای دومین بار در ماه گذشته سفیر ایران را در این کشور احضار کرد. بنیاد صلح نوبل اعلام کرد در واکنش به سرکوب اعتراض‌ها در ایران دعوت از سفیر جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل را پس می‌گیرد. فراخوان سومین راهپیمایی بزرگ ایران در بلژیک یکشنبه 15 آبان. لشکر 64 ارومیه و تیپ 364 ارتش از دستور اعزام به مهاباد سرپیچی کردند. فاکس نیوز نوشت خانواده اعضای نظام در حال فرار از ایران هستند. این رسانه به نقل از اکسپرس نوشت مسئولان رژیم روزانه 5 هواپیما برای خروج از کشور چارتر می کنند و بسیاری از آنها به دنبال به دست آوردن شهروندی کشورهای اروپا به ویژه بریتانیا هستند. 7 آبان مولوی عبدالحمید در دومین جمعه خونین زاهدان خواستار حکومت غیر دینی و سکولار برای آینده ایران شد. او وجود انسان‌های بالیاقت و با وجدان در اداره حکومت را مهمتر از حاکمان دیندار دانست. وی به عنوان یک شهروند ایرانی با انقلاب، زن، زندگی آزادی و همراهی و همدلی کرد. حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه پسران جندی شاپور و ربایش چند تن از دانشجویان. کانال تلگرامی سپاه و نزدیک به حکومت با انتشار ویدیویی حمله به شهرک اکباتان توسط ماموران امنیتی آن را عملی در راستای انتقام گرفتن از مردم آن شهرک در کشته شدن یک مأمور سرکوبگر اعلام کردند. پلیس مخفی ایران معترضان را در روز روشن می رباید. شبکه یورونیوز در گزارشی میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در قالب پلیس مخفی در روز روشن آدم ربایی میکنند و معترضان را میدزدند. در 43 روز قیام ملی امروز همزمان با بزرگداشت گروش بزرگ، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور دست به تحصن و قیام زدند. مراسم خاک سپاری مهرشاد شهیدی از جانباختگان اخیر در عراق با حضور هزاران نفر از این مردم برگزار شد. در این مراسم نیروی جمهوری اسلامی با گاز اشک آورد به مردم حمله کرد. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران با 41 روزنامه‌نگار در حبس اکنون سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. تشکیل زنجیره انسانی طولانی ملبورن استرالیا و بسیاری از نقاط دیگر جهان با شکوه بسیار برگزار شد. طی فرودگاه‌های کشور به خصوص فرودگاه اختصاصی پیام وابستگان جمهوری اسلامی وحشت‌زده پول خود را برای ساعت صفر فرار از همکنون از ایران خارج می‌کنند. اطلاعیه مشترک جوانان محلات تهران و مشهد به نام ایران به دعوت مشترک جوانان محلات تهران و جوانان محلات مشهد برگزاری زنجیره انسانی در تهران، مشهد و تمام شهرهای ایران، همه ایرانیان عم از زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز، معلم و کارمند و کارگر، شاغل و بازنشسته دست در دست یک دیگر در همه خیابان‌ها و همه شهرها زنجیره انسانی تشکیل می‌دهیم و اتحادی بی‌نظیر و اراده قاطعی خیش را برای براندازی رژیم نامشروع و ضد مردمی جمهوری اسلامی به تمام دنیا نشان می‌دهیم. 8 آبان توماج صالحی خواننده معترض ایرانی بازداشت شد.
سیستم وزارت آموزش و پرورش استان اصفهان به همراه 320 خدمات زیرمجموعه این سازمان توسط آرانیوز هک شد. پایگاه بسیج سنندج توسط جوانان انقلابی تسخیر و به آتش کشیده شد. تداوم اعتراضات سراسری یک روزه پس از خط و نشان کشیدن فرمانده سپاه. پیکر رضا حقیقت نژاد بدون اجازه و اطلاع خانواده‌اش توسط سپاه پاسداران در اطراف شهر شیراز به خاک سپرده شد. طبق اخبار رسیده، کشته شدن دست کم 3 کودک در دومین جمعه خونین زاهدان و زنجیره انسانی ایرانیان خارج از کشور پس از شرق کره زمین و عبور از اروپا به آمریکا رسید. حمایت بیش از 300 روزنامه‌نگار ایرانی از نیروفر حامدی و الهه محمدی. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با حضور در زنجیره انسانی ایرانیان کانادا گفت دیگر برای کسانی که از حکومت فاسد ایران سود می‌برند کانادا جای امنی نیست. در پی افزایش اعتراضات دانش آموزی در سراسر کشور، وزیر آموزش پرورش از تعطیلی برخی مدارس در بعضی استان‌ها به خاطر احتمال شیوع آنفولانزا خبر داد. تعدادی از روحانیون اهل سنت در پی حمایت از انقلاب مردم ایران بازداشت شدند. بازداشت دانشجویان و یورش نیروهای لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی همچنان ادامه دارد. شهادت رضا اسماعیل زاده دانشجوی دکترای دانشگاه شریف با شلیک مستقیم گلوله، قتل یک پزشک جراح عمومی در زنجان توسط ماموران امنیتی، با آتش کشیده شدن بازارچه ایستگاه 8 فراآباد آبادان توسط اطلاعات سپاه. آنجلینا جولی بازیگر سرشناس آمریکایی شعری از حمید مصدق شاعر ایرانی را به فارسی روی اینستاگرام خود منتشر کرد. گروهی از زنان برجسته عرصه هنر سیاست، حقوق و تجارت در کشورهای مختلف جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. آمارها حاکی از اوجگیری شتاب فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام است. در طی 10 روز گذشته این رقم بالغ بر 3650 میلیارد تومان بوده است. وزیر خارجه آلمان میگوید آلمان و اتحادیه اروپا در حال بررسی معرفی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی هستند. 9 آبان طبق آخرین اخبار شمار قربانیان اعتراضات اخیر توسط رژیم جمهوری اسلامی 284 کشته و 276 دانشجوی بازداشتی است که از این تعداد شمار کودکان جان باخته 45 نفر اعلام شده و کل بازداشت شدگان بیش از 14,000 نفر می باشند. فدراسیون فوتبال اوکراین رسما از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درخواست کرد ایران را از جام جهانی قطر حذف کند. محمد معتمدی خواننده‌ای که قرار بود سرود تیم ملی فوتبال ایران را در جام جهانی قطر 2022 اجرا کند از خواندن سرود تیم ملی انصراف داد. دولت نیوزلند اعلام کرد گفتگوهای دو جانبه رسمی با ایران درباره حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورده. در شرایطی که جمهوری اسلامی حقوق ابتدایی مردم خود را نقض می‌کند، این مذاکرات دیگر قابل دفاع نیست. احمد طاهری فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مأمور پلیس و زخمی شدن 3 مأمور دیگر در یک درگیری خبر داد. دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیه‌ای مندرجات بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در مورد حادثه خونین زاهدان را خلاف واقع اعلام کرد. وزارت خارجه کانادا از اعمال تحریم‌های جدید علیه 4 مقام ارشد و 2 نهاد جمهوری اسلامی خبر داد. این 4مین بسته تحریمی دولت کانادا به دلیل سرکوب گسترده و خونین معترضان توسط نیروی امنیتی جمهوری اسلامی است. صدر اعظم آلمان گفت شوکه شده است که مردم ایران برای انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز کشته می‌شوند. وی افزود اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب شدید معترضان را بررسی خواهد کرد. یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره بررسی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی گفت سپاه پاسداران نهادی نظامی و رسمی ایران است
و انجام این چنین اقدامات غیرقانونی است. حسن رونقی، برادر حسین رونقی گفت پدر و مادرم امروز بعد از روزها انتظار بالاخره توانستند با حسین ملاقات داشته باشند. حسین همچنان در اعتصاب قضاست و حالش اصلا خوب نیست. به گزارش خبرگزاری محلی سیستان و بلوچستان، روز سه‌شنبه 3 آبان 1401 یک دختر پایه سوم راهنمای مدرسه پروین اعتصامی ایرانشهر در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی و ضربه به ناحیه سر کشته شده است. اعتراضات و تجمعات بسیاری امروز 9 آبان در سراسر ایران برپا بود. در پی کشته شدن شمار زیادی از هموطنان عزیزمان در شهرهای مختلف، امروز برای مراسم خاکسپاری یا چلم این عزیزان شمار زیادی از مردم آزادیخواه با مشتهای گره کرده فریاد از آزادی سر دادند و خواستار سرنگونی اصل نظام شدند. 10 آبان، شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه برای نقض حقوق بشر در ایران جلسه عمومی برگزار کرد. یک مقام قضایی جمهوری اسلامی مدعی شد فرشته احمدی، شهروند ساکن مهاباد که کشته شدن او بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است، نه در جریان اعتراضات ضد حکومتی بلکه در اثر شلیک گلوله در خانه خود کشته شده است. سازمان حقوق بشر گزارش داد در فاصله روزهای 4 تا 8 آبان ماه دست کم 16 شهروند کردنشین شمال غرب ایران کشته شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با ابراز نگرانی درباره هشدارها مبنی بر حمله احتمالی ایران به عربستان سعودی اعلام کرد برای واکنش به آن آمادگی دارند و دریغ نخواهند کرد. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران گفت ممکن است براندازها موفق شود. برای دومین بار متوالی جمعی از مردم بلوچ با تجمع در کنار معدن طلای انجیرک تفتان اجازه استخراج به نهادهای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی را ندادند و معدن مذکور را تعطیل کردند. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان در امور ایران، تصریح کرد اگر دیپلماسی برای احیای برجام شکست بخورد، گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان مطرح خواهد بود. رئیس سازمان قضایی کشور گفت افراد حاضر در فیلمی که منتسب به ماموران نیروی انتظامی است و در حال تخریب خانه‌ها و وسایل مردم هستند، ربطی به نیروی پلیس ندارند و این افراد پلیس نما هستند. پهپادهای جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی بر فراز ارگان‌های حزب دموکرات کردستان از ساعت 9 امشب 10 آبان ماه رؤیت شدند. قتل 2 روحانی اهل سنت بلوچ که از مواضع مولوی عبدالحمید اعلام حمایت کرده بودند توسط نیروهای امنیتی. شاگردان محمد علی طاهری ضمن گرامینداشت امروز 10 آبان، روز آگاهی از کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی که توسط سازمان صلح طاهری ارائه شده است، حمایت کرده و از مردم ایران دعوت کردند به این کمپین ملحق شوند. در همین راستا انجمن‌های عرفان کیهانی بیانیه مشترک را نیز منتشر کردند. پارلمان کانادا طرح اخراج ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد را تصویب کرد. 11 آبان، بازداشت یک گروه مسلح وابسته به وزارت اطلاعات ایران در جمهوری آذربایجان، بازداشت چندین وکیل دادگستری در شهر شیراز، شلیک مستقیم و بی هدف نیروهای سرکوبگر به منازل مردم در محله حاجی آباد سنندج. یکی از بازداشت شدگان اعتراضات به نام عسل ناهی 15 ساله بیش از 40 روز است که در زندان مرکزی تبریز در اسارت است. افراد مسلح ناشناس کلانتری 11 شهرستان خاش را خلع سلاح کردند. جمهوری اسلامی برای سرپوست گذاشتن بر عملیات تروریستی خود در شاهچراغ، عکس یک تروریست را از 5 سال قبل به عنوان متهم حمله شاهچراغ منتشر کرد. شلیک گاز اشک‌آور در پی تجمع گسترده مردم در مراسم 40 حنانه کیا در نوشهر. خشم عمومی پس از انتشار ویدیویی از توماج صالحی، خواننده معترض. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی را منتشر کردند که مدعی شدند لحظاتی پس از دستگیری توماج صالحی است. فردی که در این فیلم دیده می‌شود با وضعیت نامناسب و چشم‌بند پهن است
صورت به وضوح مشخص است که تحت شکنجه شدیدی قرار داشته است. فیلم منتشر شده در شب و در محیط خارج در رعب و وحشتی پس از شکنجه تصویر برداری شده است. انتشار این تصاویر موجی از خشم را برانگیخت. سردار مجید تقی‌لو از فرماندهان ارشد جنگ 8 ساله ایران و عراق خطاب به یکی از ائمه جمعه: ما شرفمان را برای بقای شما نمی فروشیم. تجمعات گسترده دانشجویی در سراسر کشور برگزار شد. در این تجمعات اعتراضی شعارهای جدید و اثرگذاری به گوش می رسد که نشان می دهد دانشجویان با آگاهی بسیار و هدفمند در پی سرنگونی اصل نظام هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت امروز چهارشنبه 11 آبان به جز داروخانه ها، نانوایی ها و سوپرمارکت ها که جهت تامین اولیه نیازهای مردم مشغول به کارند، تمام کسبه و مغازه‌داران سنندج دست به اعتصاب عمومی گسترده زدند. خامنه ای حضور جوانان در اعتراضات سراسری را بر اساس هیجان و احساس دانست. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت در برابر سرکوب خشونت بار اعتراضات در ایران سکوت نمی کنید. درخواست برای برکناری رستم قاسمی پس از انتشار عکس‌های بدون حجاب همسرش در کنار او در مالزی. برادر فرشته احمدی از کشته شدگان اعتراضات اخیر گفت خواهرم به ضرب گلوله جمهوری اسلامی به شهادت رسیده است. ارزش ریال در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود رسید. سنای هلند نیز خواستار حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن شد. به دلیل ریزش چشمگیر نیروی نظامی و انتظامی، فرماندهی صداد مشترک طی اطلاعی به کلیه نیروهای تحت امر اعلام آماد باش 48 ساعته کرد. گفتنی است در پی این دستور تعداد زیادی از نیروها به دلیل سرپیچی بازداشت شدند. 12 آبان ماه بیش از 2300 استاد از سراسر آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از خواستند ضمن متوقف کردن مذاکرات احیای برجام در حمایت از معترضان ایران اقدامات بیشتری انجام دهد. پیام مسعود قرخانی رئیس پارلمان نروژ به علی خامنه‌ای: وقتش رسیده که برم. دولت آلمان ضمن اخطار به شهروندان آلمانی برای ترک فوری ایران گفت حکومت ایران دو هفته دیگر سقوط خواهد کرد. آخوند سجاد شهرکی امام جماعت بسیجی مسجد مولای متقیان زاهدان به ضرب گلوله جوانان مسلح مجازات انقلابی و به هلاکت رسید. وحوش آدمکش خامنه‌ای در فولادشهر با شلیک مستقیم به سر یکی از بانوان او را به قتل رساندند. در پی گزارش مراسم 40 دو شهید در کرج، تظاهرات گسترده‌ای شکل گرفت. جوانان و نوجوانان انقلابی در کرج اسلحه نیروهای سرکوبگر را گرفتند و آنها را خلع سلاح کردند. تا این لحظه 8 نیروی سرکوبگر کشته و زخمی شدند که حال 2 نفر از آنها وخیم است. تجمعات امروز در شهرهای مختلف بسیار گسترده بوده است. محمد مهدی‌فر تخریبچی و غواص در جنگ ایران عراق که اکنون یکی از چهره‌های شناخته شده در شکلی انقلاب مردمی است به قضات هشدار جدی داد. متن کامل این اطلاعیه: به تمام قضات‌های دادگستری، بازپرس‌های قضات، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، قضات اجرایی احکام، قضات ناظران زندان، تمام قضات دادگاه‌های کیفری حقوقی و انقلاب، به دادستان‌ها و معاونین دادستان‌ها اخطار می‌کنم حداکثر تا آخر وقت اداری یکشنبه 15 آبان ماه 1401 استعفا داده و از حضور در دادگستری‌ها خودداری کنم. هرچند قاضی صلواتی و تعدادی مشخص از قضات در دادگاه‌های ضد مردمی احکام و کیفرخواست‌های جنایتکارانه صادر می‌کنند، ولی ما اکنون در شرایطی نیستیم که بتوانیم قضات ناشایست را از قضات شایسته تفکیک کنیم. به موجب این اختیار، هر قاضی از صبح روز دوشنبه در محل کار خود حاضر شود جنایتکار است و حکم او دقیقاً مانند حکمی است که سابقاً درباره قاضی صلواتی صادر کرده‌ایم. نگویید نمی‌دانستیم، ما تا به حال هشدار ندادیم که در آن کوتاهی کرده باشیم یا ابزار لازم برای انجام آن را نداشته باشیم. قاضی با قاضی فرقی نمی‌کند، شهر کوچک و بزرگ هم نداریم. به محض پیروزی انقلاب بلافاصله تمام قضات به کار خود باز خواهند گشت، قضاتی که به این هشدار در زمان اعلام شده عمل کرده باشند. از نظر ما قاضی مردمی محسوب شده و از تمام مزایای قاضی وظیفه‌شناس برخوردار خواهند بود. گروه‌های ضربت در تمام شهرستان‌ها خودشان را برای عملیات‌های مهم و ضروری آماده کنند.
کارمندان عادی دادگستری شامل این اخطار نمی شوند مگر اینکه به سبب همجواری با قضات دچار حادثه شوند. چنانچه قضات دادگستری بدون نوشتن استعفا نیز به هر بهانه ممکن تا زمان پیروزی انقلاب از حضور در مکان کار خود استنکاف کنند، از نظر ما قاضی مردمی محسوب می شوند و از امنیت و پشتیبانی کامل مردم برخوردار خواهند بود. تاریخ این اخطار پنجشنبه 12 آبان ماه 1401 می باشد. 13 آبان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت آبادان روز جمعه 13 آبان ماه در سخنرانی کم سابقه خود برگزاری همه فارسی یه فوری با حضور ناظران بین المللی شد تا به گفته او معلوم شود مردم ایران چه میخواهند. رویا محمدزاده مدیر مدرسه شاهد اردبیل که با فراخواندن نیروهای سرکوبگر سبب شهادت اسما پناهی شده بود، ساعتی پیش در تبریز توسط یکی از دادخواهان شناسایی و با دو گلوله کشته شد. این اخطاری است برای همه مسئولین مدارس تا موضع خیش را مشخص کنند. حمایت فرانسه از حق دفاع مشروع ایران در مقابل سرکوب. امروز 13 آبان سالگرد قتل جاوید نام ستار بهشتی بود. 13 آبان 1391 جمهوری اسلامی در زندان او را شکنجه و به شهادت رساندند. شهرداری بروکسل تابلوی مهسا امینی زن زندگی آزادی را در میدان اصلی این شهر نصب کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت ایران با تلاش مردم ایران به زودی آزاد خواهد شد. امید عمرانزاده توسط حکومت برای بازگشت پدرش دایوش عمرانزاده به فعال سیاسی خارج از کشور به گروگان گرفته شد. روزنامه بریتانیای اکسپرس نوشت خانواده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی با پروازهایی دربست در حال فرار از کشورند. در پی دادخواهی جمع گسترده اهل سنت امروز در خاش و سراوان درگیری شدیدی بین مردم و حکومت در جریان بود و طبق آمار غیررسمی در این شهر در این دو شهر 17 شهروند بلوچ کشته شدند. امروز در روند افزایشی تحرکات انقلابی در سراسر ایران ادامه داشت. محمد علی طاهری بنیانگذار سازمان صلح طاهری طی بیانیه‌ای از محکومین به اعدام در خیزش سراسر ایران حمایت و از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرد. 14 آبان ماه سومین و آخرین هشدار نیروی ارتش به سرکوبگران رژیم. زین پس شاهد فشار وارد شدن اتحاد ارتش به فاز جدیدی از حملات شبانه و عملیات‌های تاکتیکی در روز خواهید بود. نیروی تروریست فرمانده سپاه قدس رابط هشت شعبی رسول خطیبی در مختصات جولان با تکتیرانداز جوخه 94 دلتا و شلیک اسنایپ کشته شد. ایرانیان و اوکراینی‌های مقیم آلمان در روز شنبه 14 آبان ماه یک راهپیمایی مشترک در اعتراض به سرکوب‌های جمهوری اسلامی و حمله نظامی روسیه برگزار کردند. بنابر اخبار منتشر شده، افراد ناشناس پرسنل مستقر در پاسگاه سنپانچو در سقز را مسموم کردند و همگی را راهی بیمارستان کردند. تهدید درباره مولانا عبدالحمید توسط سپاه پاسداران. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای بار دوم مولانا عبدالحمید را تهدید کرد و در تهدید ابتدایی کلیه بلوچ‌های طرفدار مولوی به حمایت از او مسلح شده بودند. نسرین قادری دانشجوی اهل مریوان که چندی پیش در تهران با ضربات متعدد باتوم به سرش توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی به کما رفته بود در یکی از بیمارستان‌های تهران جان باخت. سی ان ان گفت بیش از 14,000 نفر از معترضان ایران همکنون در زندان‌ها به سر می‌برند. وزرای خارجه گروه 7 برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران توافق کردند. گروه هکری آنانیموس با انتشار صدها فایل داخلی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از هک سرورهای ایمیل این نهاد حکومتی خبر داد. هشدار به همه خائنین وطن. یک مخبر بسیجی که عامل بازداشت همسایگان خود شده بود توسط آزادیخواهان مجازات و با آتش کشیده شد. پدر حسین رونقی امروز مقابل زندان وی دچار سکته قلبی و اکنون در سی‌سی‌یو بستری است. آقای رونقی و همسرش روزهای زیادی است که برای اطلاع از وضعیت پسرشان حسین شبانه روز مقابل زندان وی تحصن کردند. خانم نجاتیان عزیز بفرمایید.
خواستم فقط اطلاع بدم، یه 5 دقیقه دیگه وقت دارین، حالا اگه خواستین جمع‌بندی کنید یا هر چیز دیگه. مهماش از این به بعده، حالا از اینجا گزارش کن، چون به من گفتین که نیم ساعت میتونم داشته باشم، نمیدونم نیم ساعت گذشت یا اینکه آره ولی حالا 5 دقیقه دیگه وقت هست، حالا سعی کنید اگه مهمترین اوکی. چیزی هست تو این 5 دقیقه. 15 آبان 16 مقام امنیتی رژیم با دستور خامنه‌ای برکنار شدند. اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل. این سازمان از معترضان، شاهدان اعدام و خانواده‌های داغیده تقاضا می‌کند مشاهدات و اسناد تصویرهایشان را با این سازمان به اشتراک بگذارند. راه‌های ارتباطی عفو بین‌الملل در تلگرام، واتساپ و سیگنال تا شماره با شماره تلفن 20044796142157 می‌باشد. همزمان با خاکسپاری نسرین قادری، یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر مریوان، امروز این شهر شد. من دیگه گزارش های کشته شده رو ندم. پس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی به مناسبت 5 سال روز شروع اعتراضات سراسری عنوان کرد که در این فاصله 304 تن از جمله 41 کودک، 24 زن جان باختند. باشگاه پرآوازه بایرن مونیخ آلمان اعلام کرد نگران حال وضعیت بازیکنان سابق خود علی کریمی، علی جایی و وحید هاشمیان است. اوکی. صبح امروز یک شنبه کانال‌های نفتی منتهی به بندر صادراتی شهرستان ماهشهر جهت حفظ منابع ملی ایران توسط آزادی‌خواهان منفجر شد. بسیار خوب. گروه هکری بلاکوارد میگوید با هک سازمان فرهنگ و اطلاعات اسلامی اسنادی به دست آورده که نشان می‌دهد دست کم 3 میلیون یورو تنها در 3 ماه پایانی سال گذشته به حساب نمایندگی‌های این سازمان که در کشورهای مختلف وارث شده است. بله. کارگران و کارمندان 37 سکوی نفتی و گازی به اعتصابات سراسری پیوستند. دلار از مرز 38 هزار تومان گذشت. کارگران ذوب‌آهن اصفهان به اعتصابات سراسری پیوستند. کامیونداران ساوه و پوالایشگاه عراق نیز به اعتصابات سراسری پیوستند. در پی انتشار گزارش‌های متعدد از برخورد خشونت‌آمیز با کودکان و اجبار به مشارکت در برخی نامبرنامه‌های حکومتی، بیش از 620 پزشک متخصص حوزه کودکان با امضای بیانیه خواستار توقف فوری این قبیل برخوردها و رفتارهای شدید شدند. من ببینم کدومش مهمتره. مولوی عبدالحمید خواستار آزادی زندانی شد. علما باید مردمی زندگی کنند و کنار مردم شوند. این جریاناتی است که در زاهدان در مصلا رخ داد. دل بسیار دلخراش شده و همچنین حادثه خاش. ما سعی میکنیم امنیت استان حفظ شود، اما چه کسانی این حادثه را پیش می آورند؟ الحمدلله امروز همه میفهمند فاجعه جمعه خونین مردم به ناحق کشته شدند. ما میخواهیم آمران و عاملان این جنایت محاکمه شوند و کسانی که به مردم تهمت زدند مثل نایب رئیس مجلس پاسخگو باشند. مردم بلوچستان هرگز به فکر تجزیه نبودند و نخواهند بود و به دنبال پول خون شهدایشان هم نمی باشند. هشدار جدی سازمان حقوق بشر ایران به جامعه جهانی احتمال صدور و اجرای شتاب زده احکام اعدام برای معترضین. سازمان حقوق بشر ایران 19 آبان 1401 در روزهای اخیر بارها مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را به اعدام تهدید کردند. طی روزهای گذشته در چندین مورد اتهام‌های نظیر محاربه و افساد فی الارض به معترضان بازداشتی وارد شده که می‌توانند حکم اعدامی در پی داشته باشند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات‌های انسانی اعلام جهت ارعاب جامعه در مورد احتمال برگزاری اعدام های شتاب زده و بدون پیش آگاهی هشدار می‌دهد. فراخوان اعتصاب سراسری بازار بازاریان و کسبه کل کشور در 20 یعنی امروز بوده. بازاریان و کسبه کل کشور در اعتراض به کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع توسط رژیم نامشروع جمهوری اسلامی، بی‌ثباتی قیمت ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه، کسادی و رکود از همه اقشار و اصناف و همه مردم آزادی‌خواه ایران دعوت می‌کنند به این اعتصاب به سراسری بپیوندند. عمامه‌ای که می‌سوزد بر روی جلد یکی از معروف‌ترین مجلات فرانسوی. یک مجله فرانسوی در حمایت از اعتراضات ایران بر جلد تازه‌ترین شماره‌اش طرح یک عمامه‌ای که در حال سوختن است را به تصویر کشید. در این مجله به انقلاب 57، همچنین حجاب اجباری و شروع اعتراضات سراسری در ایران اشاره شده است. که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. همسر هاشمی رفسنجانی و دخترش فاطمه کنار زندان اوین در انتظار لطف رهبری برای
اجازه ملاقات با دخترش فائزه. در روزگار نه چندان دور به دستور هاشمی رفسنجانی آیت الله شریعت مداری را در مجلس با قل و زنجیر برای تحقیر حاضر نمودند و هزاران هزار جوان ایرانی را به قتلگاه جنگ می‌فرستاد و هزاران هزار مبارز آزادی خواه را توسط لاجوردی به قتل رساند و طاهر احمدزاده ها و عزت الله صحابی ها را به اعترافات اجباری وادار کرد. هرگز تصور نمی‌کرد که در همین رژیم به سر به نیست شود و فرزندانش پشت میله‌های زندان التماس ملاقات با فرزند با فائزه را داشته باشد. در آخرین مطلبم میخوام بگم که چرا کشورهای دیگر از خیزش مردم ایران حمایت نمی‌کنند؟ زیرا در صورت تغییر رژیم آمریکا باید 120 میلیارد ثروت بلوکه شده را همراه با سود 43 ساله آن پس بدهد. ایران دیگر لولوی ترسناک خاورمیانه نخواهد بود و روند ایجاد روابط اسرائیل با کشورهای عربی متوقف می شود. با بازگشت مهاجرین ایرانی به وطن، آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا ده ها هزار نفر متخصص درجه یک را از دست می دهند. ترکیه دیگر قطب توریسم خاورمیانه نبوده و میلیاردها دلار پول خرید خانه و توریسم را از دست می دهد. آقای عربستان برای اوپک متوقف شده و رقیب سرسخت نفتی وارد عرصه رقابت می شود. قطر دیگر نمیتواند از منطقه گازی مشترک 13 برابر ایران برداشت کند. روسیه نوکر دست نشانده خود را از دست داده و سرقت اموال ایران از دریای خزر متوقف می شود. چین و هند خرید نفت با قیمت 10% قیمت زیر بازار را از دست می دهند. عراق باید خسارت جنگ 8 ساله را بپردازد. سوریه باید بدهی حداقل 30 میلیارد دلاری را تسویه کند. پس ما در این خیزش تنها هستیم و خودمان باید پشت و پناه یکدیگر باشیم. ممنون از اینکه حوصله کردیم. تشکر خانم نجاتیان عزیز، ممنون از گزارش جامعی که آماده کردین. متاسفانه انقدر این گزارشات و اخبارهای نقض این روزها زیاده که اگه بخوایم همش رو بگیم ساعتها زمان نیاز داره و 100% هممون این روزها 24 ساعته پیگیر این اخبار و گزارشات هستیم و نگران مردم ایران هستیم که چه اتفاقی براشون میفته. تشکر خانم نجاتیان عزیز. دوستان اگر که صحبت تکمیلی دارن یا میخوان نظراتشون رو در مورد این اتفاقها بیان کنن، خوشحال میشم اگه که من رو راهنمایی کنن که مایک رو در اختیارشون بذارم. متاسفانه این حکومت همینطور که میبینیم واقعا توی این مدت حتی از کودکان هم نمیگذره و حالا تازه ترین و جدیدترین بازداشتی که این روزها متاسفانه توی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه بود، کودک 3 ساله بود، خواهرزاده نوید افکاری دیانا، که الان خانوادش اطلاع دادن که کودک رو آزاد کردن ولی متاسفانه حتی نذاشتن که اینها به مادرش اطلاع بدن که کودک آزاد شده. چرا؟ که بتونن از این طریق مادر رو تحت شکنجه شدیدتر قرار بدن. آقای شایگان عزیز، من مایک رو برای شما باز میکنم، بفرمایید. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز و ممنون از خانم نجاتیان بابت گزارششون. من عذرخواهی میکنم که یکم ناخوش احوال نشد صدام که من معذرت میکنم. در مورد گزارش خانم نجاتیان، خب همونطور که شما فرمودید خیلی کامل بود. البته خب جای چند تا خبر فکر میکنم خالی بود، مثلا خبر خانم رکابی، الناز رکابی که اون شجاعت رو به خرج داد و دیگر حالا عزیزان ورزشکار که به سمت مردم، یعنی در جای درست ایستادن و کنار مردم بودن. اینو اخبار فکر می‌کنم جاشون خالی بود، احتمالا خانم نجاتی ها فراموش کرده. ولی در مجموع تو کل گزارش خانم نجاتی ها یک مورد خیلی محرز بود و اون مثل همیشه دروغگویی و فریبکاری سران رژیم و مظلومیت مردم. شما دقت کنید چند تا مورد خانم نجاتیان خوندن که متاسفانه عزیزان ما تو ایران کشته شدن، جانشون رو از دست دادن و دلیلش هم ضرباتی بوده که بر سر
این عزیزان وارد شده. میخوام بگم که اوج خشونت و رذالت یک رژیم رو میخوام به شما بگم که چقدر میتونه یک رژیم رزل و پست باشه که به قصد کشت میاد میزنه. البته اینو خب خانم هان آرنت گفتن قبلا که هر چقدر قدرت ضعیف بشه خشونت بالا میره، یعنی یک نقطه مقابل داره. اینا مشخصی که قدرتشون ضعیف شده به خاطر همین خشونتشون بالا میره. ممنونم که به من وقت دادیم. سپاس آقای شایگان عزیز. ضمن آرزوی سلامتی برای شما، بله واقعا درسته، از رز بودن این حکومت که دیگه این روزها مخصوصا کل دنیا دارن به عینه میبینن که چه حکومت فاسد و وحشتناکی توی ایران 44 سال بوده و مردم واقعا تحمل کردن، فقط تحمل بوده و الان یه جورایی آستانه تحمل مردم دیگه نمیکشید که اینطور همه خشمگین، همه خشما رو دارن بیرون میریزن. سپاس از شما که اظهار نظر کردین. من مایک رو در اختیار آقای مهران اگه اشتباه نکنم قرار میدم. بفرمایید، مایک در اختیار شما. سلام و عرض ادب دارم ببخشید خدمت دوستان و اساتید گرامی و گزارش بسیار خوب و جامع سرکار نجاتیان که در آخر این گزارش واقعا جملات زیبایی از تنهایی ما ایرانی ها گفتن. حرف دل تمام ایرانیان هست، ایرانی که الان تنها هست. امیدوارم که خود مردم کشور خودمون بتونن علی رغم این تنهایی روزی پرچم آزادی رو توی ایران برافراشته کنن. من هم خواستم تشکر کنم، هم این که فقط یه سوال کوچیک من داشتم از سرکار خانم نجاتیان، این بود که توی گزارششون توی 4-5 خط اولشون اگه یه مروری بفرمایید، شاید من بد شنیدم، میخواستم ببینم که مسئولیت حمله به تروریستی، مسئولیت حمله تروریستی به شاه چراغ رو توی اون اول گزارششون کی بر عهده گرفته بود. من ممنون میشم اگه یه بار دیگه بفرمایید. خیلی ممنونم از شما که وقت رو در اختیار من. تشکر آقای مهران عزیز، ممنون. من خانم جاتیان اگر که میخوایم پاسخ بدین، من مایک رو برای شما آزاد میکنم که حالا جواب ایشون رو بدین. من اینقدر برقام قاطی پاتی کردم، حالا من فکر میکنم گفتم که من انتصابش دادم به داعشی هاست، گفتن که این کار داعشی بوده و بعد تصویری از یه نفری که 5 سال پیش مثلا اقدامی انجام داده آوردن. حالا اگر تا پایانش من برقمو اگر من باز اشتباه گفتم شما تصحیحش کنید، من ممنون میشم. تشکر خانم نجاتیان. حالا اگه ایشون جواب سوالشون نگرفتن، باز من مایک رو در اختیارشون میذارم. خانم رضاوند رو میشویم که حالا دستشون بالا بود. خانم رضاوند، مایک در اختیار شما، بفرمایید. درود و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید و از گزارشون سرکار خانم نجاتیان عزیز. من پیشنهادی که داشتم این بود که چون ما در واقع این جلسه ویژه ورزش هست، شما اگر 2 ساعت دیگه هم به شما وقت میدادیم قطعا اخبارتون تموم نمیشد، یعنی انقدر زیاده بابت هر روز مسلما تموم نمیشد. بنابراین من فکر میکنم بهتر بود که شما اخبار ویژه ورزش که کم هم نبوده رو فقط مطرح میکردید، چون الان هر کمیته اخبار خودشون رو اگه مطرح کنه انقدر زیاد هست، همونها رو بررسی میکردید. الان ببینید جدیدن هم خانم پارمیدا قاسمی حجاب برداشت، یه نوع اعتراضه، ولی انقدر فرصت نشد. شما اینا که مربوط به ورزش هست و همون مواردی که الناز رکابی رو که مربوط به ورزش هست مطرح کنید. اینکه اینطوری خیلی فکر می‌کنم بهتر باشه و اینکه مواردی که چقدر شجاعانه ورزشکار هستن تو تیم ملی هستن، در کنار اون حراست میاد و ناگهان زمان عکس گرفتن حجابشو بر می‌داره یا الناز رکابی، فرقی نمی‌کنه، اینا همه شجاعت این بچه هاست. پیشنهاد من اینه که در هر کمیته تخصصی اخبار مربوط به همون کمیته رو بگید. اینقدر زیاد هست که باور کنید نیم ساعت رو هم میپوشونه. ولی خسته نباشید، میگم بهتون
خیلی خوب کار کرده بودید، ممنون. شما میتونید حتی یه گزارش کامل ازش در بیارید، حتی برای نشریه هم ارسال کنید. مرسی. من مایک رو میبندم. تشکر خانم رضاوند عزیز. بله حتما اینو توی جلسات دیگه مد نظر قرار میدیم. تشکر از شما. و من حالا اگه اشتباه نکنم آقای شایان عزیز، من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید. مایک در اختیار شماست. ممنون خانم رهایی عزیز. خواستم اضافه کنم که نیم ساعت پیش خود خبرگزاری تسنیم اون عامل اصلی حمله تروریستی شاه چراغ رو خودش معرفی کرد که گفتش که شخصی به نام سبحان کمرونی با نام مستعار ابو عایشه که یک عامل آذربایجانی بوده با پاسپورت تاجیکستان وارد ایران شده که عضو داعش بوده و این حمله تروریستی رو با چند نفر از اشخاص کناریش انجام داده. این لینک خبرش میذارم توی گروه بخونن همکارم. ممنون. تشکر از شما جناب شایان عزیز. بله اینها این روزها دنبال چیزی که میگردن فقط مقصر برای کارهایی که خودشون انجام میدن، ولی خب مردم آگاهی که ما الان داریم با شعارهاشون فکر میکنم جوابشون رو دادن که حالا ما هر کسی رو هم هر گروهکی رو هم مقصر اعلام کنید، ما مقصر اصلی رو میشناسیم. و شعار خیلی قشنگی هم دادن که حالا همونی که چلاقه قاتل شاچراقه. خودشون مردم همه چیز رو میفهمن حالا و اینو مردم اعلام کردن که این روزها هر اتفاقی هم بیفته هر جایی از دنیا ما میدونیم که مقصر شما این، برای که حواس دنیا رو حواس مردم رو پرت کنید. تشکر از شما. من مایک رو برای آقای امیر حسین کریمی باز میکنم. مایک در اختیار شما، بفرمایید. ممنون از شما. من فقط میخواستم بگم که این اخبار برای ورزش فردا در خدمت همه عزیزان هستیم، اخبار تخصصی ورزش که گلچین شده، همین میخواستم بگم. و تشکر کنم از خانم نجاتیان، مخصوصا قسمت آخر که خیلی دقیق شرح دادن ایران و ایرانیان واقعا تنها و خودشون باید از حقشون دفاع کنن. ممنون. تشکر خانم شاستوانی عزیز. اگه اشتباه نکنم نمیدونم آقای مهران اگه باز میخواین صحبت کنید دستتون من دیدم بالاست، من مایک رو براتون آزاد کنم. حالا نمیدونم. سلام و عرض ادب مجدد. ممنونم. ممنون از توضیحات دوستان. بله اعلام کرده بودن مقامات جمهوری در خصوص حمله تروریستی شاه چراغ. من فقط منظورم این بود که من فکر کنم اول سخنرانیشون سر خانم نجاتیان یک عامل سپاه رو که خودش به عهده گرفته بود عنوان کردن. من فکر کردم واقعا این خبر صحت داره، حالا شاید من اشتباه شنیدم. خیلی ممنونم از توضیحات دوستان، متشکرم. خواهش میکنم جناب مهران عزیز، ممنون از شما. و بله همونطور که خانم نجاتیان هم گفتن و واقعا آخر سخنرانشون یه مطلب خیلی خیلی قشنگی رو گفتن و ما تمام ایرانیان هر جای دنیا هستیم باید بدونیم که چه داخل چه خارج فقط همدیگر رو داریم. یعنی نباید منتظر حالا هیچ حکومتی هیچ دولتی باشیم، چه آمریکا چه اروپا. شاید حالا یه سری حالا پشت پرده سیاست ها رو واقعا ماها ازش خبر نداریم، ولی شاید حالا توی ظاهر یه سری بیانیه ها یا یه حمایت هایی کنن، ولی کسی که واقعا میتونه این حکومت رو براندازی کنه فقط و فقط جامعه مردم ایران هستن. حالا ماهایی که بیرون از ایران هستیم با فشارهایی که به جامعه بین الملل و خارج میتونیم وارد کنیم و دقیقا رهبر اصلی این انقلاب مردمی هستن که توی ایران کف خیابون جونشون کف دستشونه و دارن انقلاب رو پیش میبرن.
من از آقای لطفی عزیز خواهش میکنم اگر که آماده هستن با موضوع سخنرانی بررسی نوع اعتراضات ورزشکاران رو برای ما عنوان کنن. آقای لطفی اگه دستتون رو بالا کنید ممنون میشم. مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، ممنون و سپاسگزار هستم از شما. از ادب و احترام خدمت شما همکاران عزیز، از خوبی داشته باشید و ضمن عرض تسلیت به خانواده کشته شدگان اخیر و آبان 98، امیدوارم که به زودی زود با پیروز شدن در این خیزش و انقلاب بیداری تسکینی باشه بر دردهای این خانواده ها و پدر و مادران نازنین. بررسی نوع اعتراض. حمایت ورزشکاران ایرانی در انقلاب بیداری ما از نوید افکاری ها شروع شد و تا به امروز آبان 1401 ادامه پیدا کرد. جرقه اعتراضات با مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، و به دنبال آن اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران که همراه با تجمع ضد حکومتی و کشته شدن معترضان و همراه شده همراه شد. ورزشکاران ایرانی واکنش‌های متفاوتی از خودشون نشون دادند. اعتراض راهپیمایی‌ها طبق قانون اساسی ایران اصل 27 برای همه آزاده. در این اصل اومده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اون که مخل به مبانی اسلام نباشه آزاده. از طرفی طبق اصل 23 تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیشه به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. پس هر کس این حق رو داره که هر اونچه در ذهنش میاد بیان کنه و نباید مؤاخذه یا بازداشت بشه. آزادی بیان طبق این اصل به همه داده شده. همچنین طبق اصل 32 هیچ کس رو نمیشه دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکنه. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم بشه و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم بشه. این موارد طبق اصول قانون اساسی جمهوری منفور و دیکتاتوری به مردم ایران داده شده، ولی فقط روی کاغذ. اونچه اما در واقعیت میبینیم خلاف اون در حال رقم خوردنه. انقلابی که همکنون در حال رقم خوردنه حاصل بیداریه. بیداری و فهم سیاسی و اقتصادی بخشی از جامعه که پیش روشون به غیر از سیاهی و تباهی و فساد هیچ چیزی نمیبینن. این بار برخلاف اعتراضات سالهای گذشته، فشارهای اقتصادی و تورم و گرانی سوخت و رأی از بین رفته و عوامل دیگه دلیل اصلی نبودن و نیستن. اون چه از شعار این انقلاب برمیاد، یعنی زن زندگی آزادی، خواسته ما در ابتدا وقار و احترام و جایگاه از دست رفته بانوان عزیز ایرانه و سپس زندگی در آسایش و آرامش بدون استرس، غم، غصه و در خور یک ایرانی و کشوری امن در سطح منطقه و جهان که تنش‌آور و جنگ‌آور برای دیگر کشورها نباشه و زندگی و حیات واقعی رو برای خودش و اطرافیانش مهیا کنه و در نهایت آزادی از هر بند و اسارت روحی و روانی، دنیوی، اسارت از بیمهری و بیوفایی، آزادی بیان و عقیده، آزادی در انتخاب و دین و آیین، آزادی برای تمام آن برایهایی که بسیارند. در این مسیر حمایت انقلابیونی که در صف اول این خیزش هستند وظیفه هر انسانیه که ابزاری را برای این حمایت داره. یکی از قلمش استفاده میکنه، یکی از صدا، دیگری از اعتبارش. و خدا رو شکر این همبستگی و همدلی و عشق ورزیدن برای یکدیگه و اون محبت مدفون شده در دل تاریخ به دست آخوند و عقاید پوچش امروز به فراوانی در بین مردم ایران با هر عقیده و قومیت فقط و فقط در نام ایران شاهدش هستیم. در این بین ورزشکاران عزیز ایران هر کدوم به نوعی با این خیزش مردمی همراه شدند و هستند و خواهند بود. تا پایان در ادامه مروری داریم بر تعدادی از این همراهی ها.
علی کریمی، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در میان ورزشکاران اما فعالترین بود. واکنش‌های جادوگر فوتبال آسیا موجب شد مردم در اعتراضاتشان نام او رو فریاد بزنند، رسانه‌های حکومتی تهدیدش کنند. او نه تنها مواضعش رو روشن گفت، بلکه با معترضان همنوا شد، گاهی یک قدم از اونها جلوتر رفت. او در پیام‌هایی که منتشر می‌کنه پیشنهاد و راهکار خودش هم به معترضان میده. وی از ارتش جمهوری اسلامی خواست تا وارد صحنه بشه و مانع از کشته شدن مردم در خیابون‌ها شود. نوشته‌ها و پست‌های پی در پی او به یک پی در پی اون رو به یک کنشگر اجتماعی تغییر داده. خبرگزاری حکومتی مهر روز سه‌شنبه 12 مهر در یک گزارش اختصاصی نوشت علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در کشوره و به دلیل همصدایی با دشمن و تشویق به اغتشاش و تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضایی باید قرار بگیره. تحت تعقیب قضایی علی کریمی در حالیه که اون در ایران به سر نمیبره. برخی از نمایندگان مجلس و طرفداران نظام او را اغتشاشگر و ضد انقلاب و مورد خطاب قرار دادند. دوشنبه شب 4 مهر دادستانی لواسانات با محاصره و پلمب ویلای شخصی علی کریمی اطلاعیه مقابل این ملک خصوصی نصب کرد و بلوک‌های سیمانی مقابل اون قرار داد. علی کریمی در اخباری مبنی بر پلمب ویلای اون در لواسون در پی حمایت از اعتراضات در واکنش به پلمب ویلاش در یک استوری اینستاگرامی نوشت فدای سرتون. و در استوری دیگه که نوشت خود خونه بدون خاک ارزشی نداره. واکنش های علی کریمی در اون زمان با حمایت های بیشمار از فوتبالیست ها از جمله حسین ماهینی، مشتبه محرمی و کریم باقری رو برو شد. تا جایی که بعد از اون ماهینی بازداشت شد. از زمان اعتراضات تا اکنون بیش از 5 میلیون نفر به دنبال کننده های علی کریمی در اینستاگرام اضافه شده که نشون از تأثیرگذاری اون در حمایت از معترضان داره. علی دایی، اسطوره ایران، در واکنش به اعتراضات مردم بعد از مرگ مهسا امینی متنی در اینستاگرام خودش منتشر کرد و از نحوه مواجهه با اعتراضات مردم گلایه کرد. او نوشت وطنم ایران، یعنی ناموسم، پدر و مادرم، دخترانم و هموطنانم، خواهران و برادران من هستند. مطمئنن تا ابد کنارشان میمانم. به جای برخورد با مردم ایران مشکلاتشون رو حل کنیم. اونهایی که دم از آرمان‌ها می‌زنند آیا می‌دانند که این آرمان‌ها فقر، فساد، اختلاس نبوده و نمی‌باشد؟ خودمان را اصلاح کنیم. پیشتر علی دایی، پیشکسوت فوتبال ایران، با انتشار تصویری به فوت مهسا امینی واکنش متفاوت هم نشون داده بود. چه به روزگار این سرزمین آوردید؟ دخترم می‌پرسد چه اتفاقی افتاده؟ چه پاسخی دارم؟ به کدامین گناه؟ اما اسطوره و فخر ایران زمین اجرت را پس از مرگ اسرا دانش آموز اردبیلی تمام کرد و متنی بلند بالا در صفحه خود به اشتراک گذاشت و بعد از آن پاسپورت او ضبط و ممنوع الخروج شد. روزنامه حکومتی جوان خطاب به علی دایی نوشت آقای دایی، تو میتونی موجه و قابل اتکا و تضمین شده بمانی. شاید برای انتشار این مطالب تحت فشار بودی. اکنون به کودکان در مدارس دنیا می‌آموزند که باید قدرت نگفتن داشته باشند. این قدرت را در خود تقویت کن و موجه و اسطوره بمان. تو آقای گلی، خودت را پرپر نکن. گمانه‌زنی‌ها این مبنی بر بازداشت او هم بود، ولی از طرف برادر ایشان تکذیب شد. در شب 40 مهسا امینی به یک بار خبری در دنیای مجازی همراه با فیلم‌های انتشار پیدا کرد که اسطوره و همراه چند بازیکن مطرح به سقز رفته و قصد شرکت در مراسم را دارند که شبانه هتل محل اقامتشان محاصره، اجازه خروج به آنها داده نشد. این خبر به خودی خود جهان را به شوک برد، تا جایی که باشگاه بایرن مونیخ در پیامی پیگیر وضعیت حال بازیکن سابق شد. هنوز هم وضعیت روشنی از علی دایی در دست نیست و شایعات زیادی مبنی بر بازداشت او وجود داره. اما حتی به جشن حکومتی رونمایی از پیراهن تیم ملی برای مسابقات جام جهانی پیش رو هم نرفت. در یکی دیگه از واکنش‌های ورزشکاران به اعتراضات، واکنش سجاد استکی، کاپیتان و ستاره تیم ملی هندبال ایران بود که در اعتراض به سرکوب معترضین به جان باختن مهسا امینی از تیم ملی خداحافظی کرد. آقای استکی در حساب اینستاگرامیش نوشت هر بار که برای تیم ملی بازی کردم با تمام جونم بود، چرا که اولین و آخرین دلیل برای پیروزی خوشحالی مردمان سرزمینم بود و هست و خواهد بود. حال که در این شرایط
مردم سرزمینم مورد بی احترامی قرار گرفتند. وظیفه خودم می دونم که همدلی و همراهی خودم را با اونها اعلام کنم. من به احترام مردان و زنان سرزمینم از تیم ملی ایران برای همیشه خداحافظی می کنم. او یکی از پر افتخارترین بازیکنان تاریخ هندبال ایران است و قبلا مرد سال هندبال ایران هم شده. مهدی مهدوی کیا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، از ورزشکارانیه که نسبت به خشونت ماموران حکومت ایران در برابر معترضین اعتراض کرده. ستاره پیشین هامبورگ در صفحه اینستاگرامش نوشت در مورد تصویر برخورد یک مامور انتظامی با دو زن: مردم را بیشتر از خودتان متنفر می‌کنید. کتک زدن زنان ننگ بر این بی‌شرفی. مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی، پرسابقه‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی، در اینستاگرامش نوشت: زن ایرانی شعور دارد، شخصیت دارد، اصالت دارد، اسم دارد، رسم دارد، هویت و نشان دارد، احترام دارد، فرهنگ دارد، هنر دارد، نیازی به ارشاد ندارد. سردار آزمون با انتشار یک استوری در اینستاگرام تظاهرات مردم در واکنش به کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد حمایت کرد. آزمون در این استوری خطاب به نیروی انتظامی سرکوبگر اعتراضات نوشت: شرم بر شما که آدمها را به راحتی میکشید. رسانه دیلی فوتبال اعلام نمود که سردار آزمون پس از اظهار نظرش در این اعتراضات جاری از لیست تیم ملی برای جام جهانی احتمالاً خط خواهد. از دیگر فوتبالیست‌های فعال در زمینه، وریا غفوری کاپیتان استقلال بوده. غفوری که بازیکنی فعال در زمینه اجتماعی، نسبت به جان باختن مهسا امینی واکنش نشون داد و بلافاصله هم گفته شد که حسابش در شبکه‌های اجتماعی از دسترس خارج شد. حسین ماهینی، بازیکن پیشین پرسپولیس، بسیار فعال بود. بارها در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون داد. از علی کریمی حمایت کرد. اون با انتشار عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان نوشت: متنفریم ازتون، متنفر. او پس از حمایتش از علی کریمی و پست‌هاش در صفحات مجازی بازداشت شد. خبر بازداشت ماهینی نشون داد موج بازداشت معترضان از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اجتماعی به ورزشکاران رسیده. ماهینی، فوتبالیست اهل بوشهری، از فعال‌ترین بازیکنان فوتبال در توییتر بوده. قتل مهسا امینی همزمان شده بود با روز تولدش که اون رو سخت برآشفت و این تنفر رو اعلام کرد. او همچنین علیه حسن عباسی و اظهارات او ضد چهره‌های ورزشی هم موضع گرفت و تمام این عوامل به بازداشت او ختم شد. پس از چند روز و بعد از سخنرانی خامنه‌ای و اظهار نظر آقای دیکتاتور در مورد چهره‌های ورزشی و هنری با قید ضمانت آزاد شد. رسول خادم، پیشکسوت و رئیس سابق فدراسیون کشتی، در حمایت از اعتراضات و نیز علی کریمی نوشت: میگویند چرا مردم علی کریمی را دنبال میکنند؟ مردمی که معترضند و جایی و کسی را برای بیان اعتراضشان ندارند، کسی را که جایگاه مقبول و قابل اعتماد برایشان داشته حرفشان را بشنود دنبال میکنند. ولو قهرمان ملی و پیشکسوتی در ورزش باشد که هیچ منفعت شخصی هم در دنیای سیاست و در خصوص این اعتراضات ندارد. اندکی بعد قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک با انتشار پستی در اعتراض به رئیسی گفت: آقای رئیسی، چند روزی است نیستید. در واقع بهتر است سوال شود اصلا کجایید؟ کجای داستان اعتراضات مردمی ایستادید که خودتان و دولتتان را راحت کردید و همه چیز را سپردید به حوزه امنیت و خلاص؟ شما که میدانید وقتی فضا کاملا امنیتی شود، هر گونه رفتار و اعتراض اجتماعی ساده هم انگ امنیتی بودن میخورد. آیا جواب اعتراضهای مردمی این روزها همش امنیتی است؟ آقای رئیس جمهور، این روزها هم میگذرد. کاش به خاطر خودی‌ها هم که شده چند روزی رئیس جمهور همه مردم میبودید. رئیس جمهور خودی‌ها، رئیس جمهور غیر خودی‌ها. فرزانه فصیحی، رکورددار دوی سرعت زنان ایران: خشم و نفرت و غم این حس امروز منه. لعنت به ظلم، نعلن به ظالم. بشکنه دستی که روی دختر ایرانی بلند میشه. مشتبه آبدینی، عضو تیم شمشیربازی ایران در اصل حساب، ورزشکار دیگه بوده که دنبال سرکوب معترضان ایرانی از تیم ملی خداحافظی کرد. اون که با کسب مقام چهارم در المپیک ریو دو ژانیرو پر افتخار ترین شمشیرباز ایرانه،
در اینستاگرامش نوشت هر بار که برای تیم ملی بازی کردم با تمام جونم بود، چرا که اولین و آخرین دلیل برای پیروزی خوشحالی مردم سرزمینم بود و هست و حال که در این شرایط مردم سرزمینم مورد بی‌احترامی و ضرب و شتم قرار گرفتن، وظیفه خودم میدونم که همدلی و همراهی خودم رو با اونها اعلام کنم. من به احترام زنان و مردان سرزمینم از تیم ملی ایران برای همیشه خداحافظی میکنم. راضی جانباز، ستاره تیم ملی هندبال ایران، یکی از افرادی بود که او هم با خداحافظی از تیم ملی بانوان به این اعتراضات واکنش نشون داد. او که بارها به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر وزارت ورزش و جوانان به کمیته انضباطی فدراسیون احضار شده بود، نوشت اینجا ایرانه، کشوری که عاشقش هستم. اینجا جایی که بارها به دلیل اینکه از شادی کردنم و آواز خوندنم فیلم منتشر کرده بودم و برای اینکه گوشه مویی از سرم بیرون بود به کمیته انضباطی رفتم، من فقط کمی بیش فعال بودم و روحیات شادتری داشتم، اما آنها به من هنجار شکن می گفتن. مهسا صادقی، به احترام تمام دختران عزیز خداحافظی می کنم. ملی پوش تکواندو ایران هم با انتشار یک پست اینستاگرامی در حمایت از زنان ایران در واکنش به جان باختن مهسا امینی نوشت به عشق مادران و دختران سرزمینم سختی های راه را تحمل کردم. زین پس به احترام تمام دختران عزیز ایران زمین و به امید حفظ حرمت و شخصیت و جان بانوان از تیم ملی خداحافظی میکنم. آسو جواهری، تمام لحظاتی که با مقنعه دویدم زجر کشیدم. داور سرشناس فوتبال زنان ایران نیز در اینستاگرامش با اعتراض به حجاب اجباری از دنیای داوری خود خداحافظی کرد. او گفت صادقانه بگویم با افزایش فشارها و محدودیت‌ها مدتی بود دیگر به این نتیجه رسیده بودم که حالا دیگر نبودنم بهتر از بودن است، چرا که این چنین بودنی در زمین که روز به روز محدودتر می شود فقط به نفع سازوکار سلطه و سرکوب است. حالا ژینا اسم رمز و اتحاد ماست. دیگر هیچ وقت پا به زمین فوتبال نخواهم گذاشت. مریم طوسی، دونده پیشین تیم ملی ایران هم نوشت امروز نوبت مهسا بود، فردا نوبت یک زن دیگر. کیمیا علیزاده، تنها ورزشکار زن مدال آور در المپیک که به آلمان پناهنده شده، او یکی از ما بود، یکی از دختران ایران. هنوزم میرید کربلا؟ اونجا هم گریه میکنید برای لباس لبای تشنه و دستای قطع شده؟ او طعنه میزد به این نظام و اعتقاداتش. کوبک بسامی، ملی پوش وزنه‌برداری زنان، با انتشار تصویری از حامد اسماعیلیون و هشتگ زن زندگی آزادی حمایت خودش را از اعتراضات سراسری مردم اعلام کرد. او با بازنشر نقشه ایران نوشت چه قهرمانان از یاد رفته‌ای در گورستان بی انتهای تاریخ خفتند. نجمه آبتین، ملی پوش پیشین المپیکی تیر و کمان، برای همه مسابقات برون‌مرزی که با زور و خجالت با حجاب بودیم و حراست تیم با چادرش عین زورو لب ساحل آنتالیا پیاده روی میکرد و ما از خجالت آب میشدیم. فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال، عجب نسلی بودیم. به ما که رسید جنگل ها سوخت، دریاچه ها خوش شد، ماشین 10 تومانی 500 میلیون، از داخل فیلتر شدیم و از بیرون تحریم. نسل پر از دیدن و نداشتن، دویدن و نرسیدن، رفتن و موندن، انتخاب بین سخت و سخته. او همچنین با حمایت از علی کریمی نوشت اموال علی کریمی را بگیرید بدهید آقایان معترض بخورند. چه معنایی دارد یک نفر با تلاش خودش خانه بسازد؟ بیت المال کم بود، حالا انگار تمام دارایی مردم حق همین به ظاهر خدا هاست. نیروفر اردلان، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال، ما از عروسک ها کمتریم، آنها مرده بودند و زندگی میکردند، ما زندگی میکنیم ولی مرده ایم. مهسا افسانه، ملی پوش کاراته، دیدید که یک سرزمین را مرگ یک دختر تحریک کرد، نمویه بود. الناز رکابی، در مرحله فینال مسابقات سنگنوردی آسیا در سئول کره جنوبی بدون داشتن پوشش حجاب اجباری حاضر شد و در پایان به مقام چهارم دست پیدا کرد. او حضور او در این مرحله از مسابقات بدون داشتن پوشش سر و در روزهایی که اعتراضات مردمی ایران به خصوص در پی حقوق اولیه زنان در کشور ادامه دارد مورد توجه تمامی رسانه‌های جهان واقع شد. شبکه تلویزیونی NTV آلمان در گزارشی با توضیح اینکه از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال
انقلاب اسلامی در سال 79979 زنان ایرانی ملزم به داشتن پوشش اجباری سر و لباس بلند در مکانهای عمومی برای پوشیدن مو و اندام بدنشان هستند، اقدام الناز رکابی برای نداشتن پوشش سر در مسابقه روز گذشتهش را همبستگی با جنبش زنان در کشورش دانست. داشتن حجاب برای کلیه ورزشکاران زن ایرانی حجاب است و حالا که او قانون حجاب اجباری را رعایت نکرده، باید دید آیا مسئولان ایران او را از تیم ملی کنار می‌گذارند. اما او کاری دیگر کرد و به عمل آورد آنچه می‌خواست بیان کند. تصاویر رقابت او به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بازخورد این کار او در سراسر دنیا پیچید و مردم با حمایت‌هاشون اجازه ندادن بی ارزش بشه این حرکت ترزشمند. تصویر او اما شد نماد مقاومت و صعود تا پیروزی. او بر همگان ثابت کرد هر حرکتی برای پیروزی از خود ما و تصمیم ما و اراده ما برای پیروزی شکل می‌گیره و با مصمم بودن در این تصمیم هر مانعی از سر راه کنار خواهد رفت. حتی در بازگشت و حضور در فدراسیون او با یک سویشرت و کلاه حاضر شد و با وزیر ورزش عکس گرفت. بماند به یادگار این شجاعت. آرمیده قاسمی، قهرمان تیر و کمان که بر روی سکو علی‌رغم اعتراض همه همتیمیاش مقنعه را از سرش برداشت و بدین گونه اعتراض خودشون نشون داد. یک روز پس از تظاهرات گسترده مردم معترض در روز چهارشنبه 20 مهر، سازمان اوج وابسته به سپاه انقلاب اسلامی دیوار نگاره ای را با عنوان زنان سرزمین من ایران با چهره تعدادی از مشاهیر زن ایران در میدان ولیعصر تهران نصب کرد. پروانه کاظمی، کوهنورد فاتح اورست نیست، تصویری از او بر این دیوار نگاره میدان ولیعصر نقش بسته بود. در اعتراض به این اقدام نوشت شرم باد که فقط برای سوء استفاده تصویر ما زنان ایران استفاده می شود. او ادامه داد از دیدن عکسم در این نگاره در حالی که تصویر زنان و مردان خونالود میهنم در همین خیابان ها نقش می بندد خشمگینم. کسرا مهدی پور نژاد، ملی پوش پیشین تکواندو ایران، روز 23 اکتبر اول آبان قهرمان رقابت های جهانی 2022 در پاریس در رده وزنی منهای 80 کیلوگرم شد. او با کسب این موفقیت 20 امتیاز به رنکینگ جهانیش و المپیکیش اضافه کرد. این ورزشگاه افتخار آفرین ایرانی گفت انگیزه من برای کسب مدال طلا در مسابقات پاریس مردم ایران بودند که شجاعانه در مقابل رژیم دیکتاتوری ایران در حال جنگ و ایستادگی هستند. من مدال خودم را تقدیم می‌کنم به همه زنان شجاع ایرانی که آغازگر این جنبش تاریخی بودند. تنها کاری که از دستم برمی آید این است که صدای زنان و مردم شجاعی کشورم باشم که با قدرت دارن در مقابل رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. ورزشکاران روحیه مضاعفی به معترضین دادند، مانند علی کریمی که یک الگوست. مردم از ورزشکاران انتظار دارند که صدایشان باشند و از آنها حمایت کنند. همزمان امید احمدی صفا، ملی پوش پیشین بوکس ایران، هم از سال 2021 به آلمان پناهنده شده، رقابت‌های بوکس در ایالت بایرن آلمان در رده وزنی 54 کیلوگرم قهرمان شد. این ورزشکار موفق ایرانی درباره اعتراضات مردمی میگه سال 57 پدرها و پدربزرگ‌هایمون از شکم‌سیری انقلاب کردن و آخوندها با جمهوری اسلامی رو وارد ایران کردن، اما جوانان ایران امروز این رو نمیخوان. اونها خواستار دوری دین و مذهب از سیاست و نظام هستن. مردم میخوان یک کشور آزاد و آباد داشته باشن. امید احمدی صفا به همبستگی ورزشکاران با مردم ایران و نیز موضع‌گیری ماموران حکومت جمهوری اسلامی اشاره کرده، میگه ورزشکاران باید به اسطوره‌هاشون مانند علی دایی و علی کریمی بپیوندن و پشت اونها رو خالی نکنن. ماموران هم باید اسلحه‌هاشون رو کنار بذارن و به مردم بپیوندن. مهسا کمالی، بازیکن ملی پوش فوتسال ایران، میگه حتی اگه دیگه نوری نباشه ما دیگه از تاریکی نمیترسیم. در این میون تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در حالی که با شکست برزیل قهرمان جام بین قاره‌ای شد، هنگام دریافت جام سرها رو به زیر انداختند و از هر گونه شادی خودداری کردند، به طوری که تلویزیون بار دیگه مجبور شد
صحنه‌های مربوط به دریافت جام قهرمانی رو قطع کنه. بیش از اون نیز در بازی‌های نیمه نهایی تیم ملی فوتبال ساحلی از همراهی با سرود جمهوری اسلامی خودداری کرده بود. سعید پیرامون بعد از به ثمر رسوندن گل دوم این تیم برابر برزیل در وسط زمین ایستاد و در یک حرکت نمادین به علامت همبستگی با جنبش انقلابی در ایران موهای سر خود را برید. این حرکت او بسیار مورد توجه قرار گرفت و از سوی چند تن از ورزشکاران سابق تیم ملی مثل علی کریمی و علی دایی مورد حمایت قرار گرفت. بعد از پایان این مسابقه دبی شاهد تظاهرات ایرانیان مقیم این کشور و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور بود. من در اینجا قطع میکنم صحبتامو. عزیزان تا اینجا مطلب من یه مروری داشتم بر نوع، یعنی اون مطالبی که بعضی از ورزشکاران تعدادشون خیلی بود ولی من تقریبا اونهایی که به نوعی پیامی درونشون بود عنوان کردم. اگر عزیزی دوست داره در این مورد، در مورد این تا اینجای صحبتم نظری پیشنهادی داره بشنویم و بعد من بتونم بقیهش رو تا یک رو به دیگه تموم کنم چون بسیار زیاده. خانم نمیم در خدمت شما. سپاس، واقعا ممنون از این گزارش کامل و جامعی که آماده کرده بودین و واقعا توی این مدت ما هم ورزشکاران، هم هنرمندان، هم اقشار مختلف جامعه رو که حالا با این حرکت‌های نمادین یا کارزارها، کمپین‌های تحریم واقعا اتحادشون رو دارن با همدیگه. همه مردم هستیم، همه ما مردم ایرانیم، نمیشه بگیم که خب با مردم ایران، چون همه از دل اون جامعه اومدن، مثل علی کریمی، حالا تمام ورزشکاران و هنرمندان و جدیدترینش هم حالا دیروز خانم ترانه علی دوستی رو داشتیم که هنرمندی که حجاب اجباریش رو برداشت و توی اینستاگرام پستی رو منتشر کرد که کنار مردم هستم و از ایران نمیرم، اینجا میمونم و کنار مردم حکومت رو نابود میکنیم. و واقعا این حرکات نمادین به نظر من که حالا چه ورزشکاران، مخصوصا علی کریمی که به نظر من از هر اتفاقی که توی جامعه ایران افتاده همیشه پرچمدار و بزرگ مردی بوده که همیشه اولین نفری بوده که کنار مردم حمایت خودش رو اعلام کرده و یک جمله قشنگی رو هم که این روزها توی توییترش منتشر کرده و دست به دست میچرخه اینه که اگر به ما مردم ایران بگن که بین آزادی و عدالت یکیش رو انتخاب کنید، ترجیح میدیم که آزادی رو انتخاب کنیم که در یک جامعه آزاد برای عدالت بتونیم اعتراض کنیم. و واقعا من به نوبه خودم امیدوارم که روز به روز چه ورزشکاران، چه هنرمندان، چه حتی اون قشری که به اصطلاح قشر خاکستری جامعه نام گرفتن مخالف هستن ولی حالا به دلایلی که دارن هنوز همراه نشدن، روز به روز تعداد زیادتر بشه تا هر چه زودتر بتونیم پیروز بشیم و هممون با هم توی ایران آزاد بتونیم کنار هم زندگی کنیم. آقای مهران، البته من اول بگم که آقای مهران ببخشید من نمیدونم فامیلیتون هست و ممنون میشم خودتون رو کامل معرفی کنین، چون من حالا فکر کنم فامیلیتون هست اگه اشتباه نکنم. من مایک رو برای شما آزاد میکنم. سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما. خیلی ممنونم. من انصاری نژاد هستم، مهران انصاری نژاد. خوشحالم که در خدمت شما هستم و استفاده میکنم. من یه مطلبی رو فقط میخواستم به توضیحات بسیار بسیار جامع و خوب دوست عزیزمون جناب لطفی اضافه کنم که ورزشکاران ایرانی خیلی باهوش دارن عمل میکنن این روزها، واقعا دارن باهوش عمل میکنن. یعنی ما اگه به نکته های ظریف دقت کنیم میبینیم که یک سری اعتراض اوریان انجام میشه بدون هیچ گونه
به قول معروف مصلحت اندیشی مثل اعتراضات علی کریمی و یک سری اعتراضات زیرکانه انجام میشه که اونها زیباییشون و جالب بودنشون کم از اعتراضات اوریان نداره. نمونه همین فینال مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی جهان که ایران با برزیل مسابقه داشت و یک رویداد بزرگ بود دیگه، فینال جام جهانی ساحلی بود دیگه، خیلی از کشورها پخش مستقیم داشتن. محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی ایران زمانی که سرود پخش میشد و هیچ کس همخوانی با سرود ایران نداشت، همزمان که دوربین جلوش رد میشه دستشو بلند میکنه و به بهانه خواندن صورتش مچبند مشکیش رو به دوربین نشون میده. از این دست حرکات ما زیاد داریم و حتی دیشب هم توی مسابقه دوستان ایران و تیم فوتبال نیکاراگوئه 11 نفری که توی زمین بودن فقط 2 نفر سرود ملی رو خوندن. یعنی اگه بخوام این رو یه تعمیمی بدیم به رفراندوم، میتونیم بگیم کمتر از 20% مردم ایران با این حکومت هست، کمتر از 20% مردم ایران با این حکومت هستن. من یک پیشنهاد هم داشتم، در تخصص و توانایی خودم نیست، اما اگه بشه این کار رو انجام داد خیلی جالبه، چون یک فرهنگسازی میشه که بتونیم از تمام این حرکات یک کلیپی رو تهیه کنیم و گذاشتن این کلیپ در کنار همدیگه از تمام این حرکاتی که انجام میشه و پخشش در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که یک فرهنگسازی بشه برای سایر ورزشکارانمون و این فرهنگ رو نشر بدیم. چرا که مستحضر هستید که تأثیر دیداری خیلی بیشتر از تأثیر شنیداری هست، خیلی بیشتر از تأثیر نوشتاری هست، به خصوص این که امروز ورزش جهان یک تریبونی هست که تمام مردم جهان علاقمند هستند و پیگیر هستند، مخصوصا قشر جوان. با تهیه این نو کلیپ ها ما میتونیم این رو بست و توسعه بدیم و انشالله از این امر هم به عنوان یک بازوی اعتراضی استفاده کنیم. خیلی ممنونم که فرصت رو در اختیار من قرار دادید. تشکر جناب انصاری نژاد عزیز، ممنون از اظهار نظر و ایده خوبی که دادین و فکر میکنم حالا از بچه‌های کمیته پژوهش اگه اشتباه نکنم خانم بیرجندی هم هستن و یک ایده خیلی جالب هست. البته خانم شاستوانی هم این زحمت این کلیپ های خیلی جالبی رو میکشن و یک ایده خیلی عالی هست و 100% این دوستان استفاده خواهند کرد. تشکر از شما. بقیه دوستان حالا اگر در رابطه با این شیوه های اعلام همبستگی و نشون دادن اعتراضات مطلبی رو میخوان عنوان کنن و یا اینکه ایده‌ای به نظر شما میرسه که خب حالا اگه اشتباه نکنم کمتر از 2 هفته دیگه جام جهانی هم توی قطر برگزار میشه و تیم ملی ایران هم هست، به نظر شما چه ایده هایی وجود داره؟ حالا اگه کسی میتونه میخواد دوست داره اظهار نظر کنه که من مایک رو براش آزاد کنم، اگر نه که آقای لطفی عزیز بفرمه. آقای انصاری نژاد، مایک در اختیارش دارم. خیلی ممنونم که مجدد وقت رو در اختیار من قرار دادید. خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتون، سوالتون بسیار سوال خوبی هست و محل سوال بوده برای خیلی از طرفداران ورزش توی ایران که اصلا تیم ملی باید شرکت میکرد یا نباید شرکت میکرد. من یه مسئله رو میخوام اینجا خدمتون بگم. اگر تیم ملی ایران در این مسابقات شرکت نمیکرد، ما توی جماعت ورزشکارانمون هم متاسفانه هرچند با درصد کم ولی خودفروش داریم، دارید مشاهده میکنید خودتون، هرچند با درصد کم. ایران میتونست یک تیم ملی دیگر رو برداره ببره اونجا، یک جوری حالا سر و ته قضیه رو به هم بذاره. ولی الان من فکر میکنم که رفتن تیم ملی ایران توی این مسابقات، چون مستحضر هستید قبل از اینکه مسابقات جام جهانی شروع بشه هر کشور باید حدود 50 اسم رو به فیفا ارائه بده، یه فرصتی قبل از جام. اگه یه تیم بتونه از این 50 نفر 25 نفر رو در بیاره، میتونه توی مسابقات شرکت کنه، چون شاید که آسیب ببینه، یکی دو اختاره باشه، نمیدونم هر چیز. پس ما تو اون لیست 50 نفره میتونستیم یه لیست در بیاریم و بازیکنان معترض رو بذاریم کنار و با تیم خودمون بریم، اما اونجا دیگه اون بازیکنان چون همه سرسپرده حکومت حساب میشدن هیچ حرکتی انجام نمیدادن. اما من فکر میکنم این شرکت بهتر میتونه باشه. چرا بهتره؟ چون الان ما با تیمی شرکت میکنیم که حداقل 80% معترض هست و بزرگترین رویداد جهان ورزشی جهان فوتبال که همون جام جهانی هست
اتفاقا میتونه در زدن هنگام زدن گل یا هنگام خواندن سرود ملی اونجا ما بتونیم یک اعتراضی رو مجدد به جهانیان نشون بدیم، چون میدونید که حدود 3 میلیارد نفر مسابقات جام جهانی رو مستقیم نگاه خواهند کرد، مخصوصا بازی مقابل تیم‌های بزرگ و صاحب نام مثل انگلیس و مقابل آمریکا که توی جام جهانی قبلی بازی قرن نامیده شده بود و به لحاظ سیاسی برای مردم جهان جالبه این دوتا تقابل، مخصوصا که مردم ایران در حال حاضر منتقد انگلیس و آمریکا هستند و این دو کشور رو حامی ما میدونن. من فکر میکنم که همین حضور باعث میشه که اتفاقات بسیار خوبی برای اطلاع رسانی مردم ستم دیده ایران به دنیا در حقیقت انجام بشه. خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتید. سپاس از شما و اظهار نظر عالیتون. بله واقعا من خودم یکی از منتقدانی بودم که عقیده داشتم که باید تیم فوتبال تحریم بشه و فدراسیون فوتبال نباید اجازه بده که مثل کاری که با تیم روسیه کردن، نباید اجازه بده که تیم ملی ایران هم وارد جام جهانی بشه. ولی الان من هم با نظر شما موافقم، چون که حالا همونطورم که دیدیم 80% این تیم همراه مردمن و این میتونه یه جوری صدای مردم رو رساتر کنه، حالا اونم کجا؟ توی کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که الان توی این مدت با اینکه همیشه مخالف خودشون رو نشون دادن با حکومت اسلامی ولی صدای از هیچ کدومشون در نیومد و این به نظر من میتونه یه صدایی باشه برای مردم دنیا. و چون همونطور که دیدیم خب 80%شون مخالف حکومت هستن به جز اون دو نفری که همیشه نشون دادن که چطور جیرخوار نظامن. و تشکر از شما خانم شاستوانی، اگه اشتباه نکنم من مایک رو برای شما هم آزاد میکنم، شما رو میشنوید. دقیقا من هم موافقم با همه عزیزان، چرا که توی شرایط اخیر با توجه به قطعی اینترنت و کلن تمام انرژی که به حکومت گذاشته که صدای مردم ایران به خارج از ایران نرسه، این بهترین آلترناتیف هست برای اینکه مردم ایران صدای خودشون رو دوباره به تمام مردم جهان برسونن. خب تمام اکثرا مخصوصا قشر جوان این مسابقات رو دنبال میکنن از نقطه به نقطه دنیا و این خیلی گزینه خوبی هست برای اینکه صدای حق طلبی و آزادی خواهی مردم مظلوم ایران به گوش جهانیان برسه، چون همونطور که میدونیم مسلماً بعدش هم حالا ایرانیانی که توی این مسابقات به عنوان تماشاگر هم شرکت میکنن مسلماً حالا تظاهراتی خواهند داشت و دوربین ها 100% اینها رو پخش خواهند کرد و یه میگم که گزینه بسیار عالی هست برای نشون دادن خواسته های ملت مظلوممون. ممنون. تشکر خانم شاستوانی عزیز. بله واقعا دقیقا همینطوره، مخصوصا تیم هایی که مقابل تیم ملی هستن آمریکا و انگلیس، آقای انصاری نژاد این نکته رو اشاره کردن، واقعا میتونن و حالا این قدرت رو اونجا دارن که بتونن هم به آمریکا، انگلیس و کلن مردم دنیا این صدا رو رساتر برسونن. حالا من توی اخبارها من شنیدم که حالا صحت و سقمش رو نمیدونم تا چه حده، ولی اینو من اگه اشتباه نکنم توی اینترنشنال خوندم که پارلمان انگلیس اعلام کرده که به تیم انگلیس که مقابل ایران که بازی میکنید این اعلام همبستگیتون رو با مردم ایران اعلام کنید برسونید، ولی حالا دیگه تا چه اندازه این درست باشه رو دیگه حقیقتش نمیدونم.
تشکر. حالا بقیه دوستان اگه شما هم نظری دارید خوشحال میشم دستتون رو بلند کنید، اگه نه که آقای لطفی در خدمت شما هستیم با بقیه صحبتاتون. ممنون از نقطه نظرات عزیزان، بسیار بجا و دقیق. به همین صورت دقیقا هم بنده خودم موافق این بودم که تیم ایران به جام جهانی برود و اونجا صدای مردم ایران خواهد شد. حالا در مراسم، حالا تو نوشته هم هست، میرسیم مراسم رونمایی پیراهن تیم ملی، علی‌رغم این که حضور تیم ملی قطعی باید همشون میرفتن، باید اونجا حضور میداشتن، اولا که خب مربی و از کادر فنی بخششون نرفته بودن، بچه های بازیکن تیم ملی هم خیلی دیر میرن و هیچ همراهی اونجا انجام نمیدن با مسئولین اونجا و تو مراسمشون به نوعی فقط نشسته بودن، هیچ تشویقی بکنن و شادی کنن یا بخوان صحبتی بکنن کاری کنن انجام نمیدن، این گونه اعتراض انجام میدن و این بهترین تریبونیه که میتونه ملت ایران ازش استفاده کنه برای اینکه واقعیت این نظام کثیف رو نشون بده به تمام دنیا. لحظه ای که دوربین ها بیشمار دوربین داره در بیشمار نقطه نقطه جهان داره نشون میده اون لحظات رو شکار میکنه و کارگردانان این مباقع خیلی زبرز رنگتر از این حرفان بیشتر دنبال این مسائل هستن تا بیشتر خود فوتبال، مطمئنا شکار میکنن این لحظات رو و به ثبت میرسه و اینا همه فکر میکنم تصاویر زیبایی به دست بیاد از جام جهانی امسال. نمیدونم چقدر وقت داریم ولی من اگه حالا فکر کنم همون نهایتش تا ربع ساعت هم من سعی میکنم حالا تا اینجا که خلاصی کردم، حالا همش هم نخوندم ولی چشم، حالا باز از اینجا به بعدم در خارج از ایران پائولو مالدینی بازیکن پیشین و روبن تومانچینی سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال ایتالیا و جیکپور پروفسور حرفه‌ای آمریکایی از معترضان حمایت کردند. به دنبال ادامه اعتراضات بسیاری از ورزشکاران تیم‌های فوتبال نیز در پیام‌های تصویری و نوشتاری از اعتراضات حمایت کردند. در ورزشگاه‌های آلمان مخصوصا دورتموند تصاویر زیبایی دیدیم از حمایت آنها از قیام مردم ایران. در این مابین هم ما یادی کنیم از آقای علی مظفری بازیکن تیم والیبال سایپا که در اعتراضات اخیر روز چهارشنبه 30 شهریور در شهر قوچان به ضرب گلوله ماموران به شهادت رسیدن، کشته شدن، متاسفانه ایشون دست دادیم. مطمئنا پشتیبانی این عزیزان ورزشکارمون و انتقاد از دولت همچنان ادامه داره تا اون هدف و نهایی، هدف نهایی که پیروزیه. اما در مورد تیم ملی، حالا من گذاشته بودم که این مباحث رو بعدا صحبت کنیم که انجام شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از بازی دوستانه مقابل اوروگوئه شادی گل بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از باز کردن دروازه اوروگوئه به انتقادات منفی گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. پس از جام باختن مهسا امینی و قبل از بالا رفتن اعتراضات بسیاری از بازیکنان تیم ملی نسبت به اون سانحه واکنش نشون دادن. علیرضا جهانبخش بازیکن فوتبال آیتوله اون نخستین بازیکنی بود که نوشت و موهای دختران ما با کفن پوشیده می شود. پس از او احسان حاج صفی کاپیتان ایران هم در بازی مقابل اوروگوئه نیز همین متن رو در صفحه اینستاگرامش قرار داد. سردار آزمون مهاجم باشگاه بایر لورکوزن آلمان نوشت اگر اینان مسلمانند خدا یا کافرم گردان. اما با بالا رفتن اعتراضات مردم پست تمامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی از صفحاتشان حذف شد، در حالی که گفته‌های بازیکنانی مانند سروش رفیعی و مهدی قائدی که به این اردو دعوت نشده بودند در صفحاتشان باقی بود. گفته میشه دلیل حذف شدن این پست‌ها فشار فدراسیون ایران به ملی پوشا بوده، اما اون چه آتش خشم بسیاری رو شعله ور کرد گرفتن جشن تولد برای بیرانوند در اردوی تیم ملی و همچنین شادی گل بازیکنان پس از گل اوروگوئه بود، احتمالاً در واکنش به بالا رفتن انتقادات بود که بازیکنان تیم ملی در صفحات اجتماعی خودشون تصویری از نقشه ایران به رنگ مشکی منتشر کردند. استقلال پس از قهرمانی در سوپر جام مراسم قهرمانی و بالا بردن جام را برای همبستگی با اعتراضات بدون خوشحالی برگزار کرد و اینجا بود که من به شخصه، من یه پرسپولیسی خیلی تیرم، عاشق استقلال شدم و
از همینجا جا داره که به همشون یک بار دیگه تبریک بگم، این بزرگ منشی رو، این بزرگ بودن رو یک بار دیگه معنی کردن، این شجاعت رو یک بار دیگه معنی کردن این عزیزان. اما اظهار نظر مسئولانمون در مورد این اعتراضات، علی خامنه ای دیکتاتور اعظم در اولین واکنش به خیزش مردمی درباره حمایت هنرمندان و ورزشکاران از اعتراضاتش گفت از نظر من موضع‌گیری‌های اونها هیچ اهمیتی نداره و نباید در موردشان حساسیت به خرج داد. جامعه هنری ورزشی ما سالمه و در اون عناصر مؤمن و باشرف کم نیستن و موضع‌گیری چند نفر ارزشی نداره. پس از اونم شایعاتی پیرامین برخوردهای قهری با ورزشکارا مخصوصا فوتبالیست ها در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شد. ورزشکارانی که در صفحات شخصشون در فضای مجازی و مصاحبه هاشون نسبت به مسائل روز کشور واکنش نشون دادن و انتقاداتی رو مطرح کردن. کنار گذاشتن عارف غلامی از تمرینات استقلال در زمان مدیریت آجرلو به دلیل واکنش غلامی به اعتراضات و حمایت اون از این خیزش مردمی یک نمونه از این دست برخوردهای قهری بود. هواداران استقلال علیه باش تصمیم باشگاه در شبکه اجتماعی اعتراض کردن و آجرلو رو مسئول اصلی کنار گذاشتن عارف غلامی عنوان کردن. آجرلو در ابتدای فصل جاری وریا غفوری کاپیتان استقلال را از تیم اخراج کرد تا پروژه حذف وریا از استقلال که مربیان و مدیران پیشین از اجرای اون سر باز داده بودند در دوره مدیریتی آجرلو اجرا بشه. وریا غفوری در سالهای اخیر که کاپیتان استقلال بوده همواره به سیاستهای حاکمیت انتقاد میکرده و در کنار علی کرمی با متنهای تویتریش به این بر این دیدگاه تاکید داره. حمید سجادی اما وزیر ورزش جوانان، وزیر ورزش و جوانان در گفتگوی اعتراف کرد که از برخی فدراسیون ها برای کمک به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی استفاده میشه. او اکثریت جامعه ورزش رو پیرو خط انقلاب و رهبری خونده و در واکنش به حمایت ورزشکاران از خیزش سراسری گفته برخی از فدراسیون‌های ما از جمله رزمی موتورسواری در مقاطع مختلف با نیروهای انتظامی و نظامی فعالیت مشترک دارند. او با این اظهار نظر سعی داشت تاکید کنه ورزشکارانی که از اعتراض‌های اخیر حمایت کردند کم شمارند و نمیتوان این حمایت را به حساب تمام جامعه ورزش نوشت. اما به رغم تلاش وزارت ورزش برای سلطه بر فدراسیون‌های ورزشی و استفاده از آنها به عنوان اهرم سرکوب ورزشکاران، شاهد خداحافظی تعداد بسیاری از ملی‌پوشان در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین حمایت مداوم بسیاری از اهل ورزش از خیزش سراسری مردم ایران بودیم. اما حکومت به ورزشکاران و رزمیکارانی دل خوش کرده که در مراسم مثل 22 بهمن با حرکات نمایشی همراهی خودشون با جمهوری اسلامی رو نشون میدن. اما نیروهای انتظامی نتونستن بسیاری از ورزشکاران از جمله در رشته موتورسواری رو به خدمت خودشون در بیارن. همین موضوع چندی پیش به یکی از بحث‌های کاربران توییتر تبدیل شده بود و برخی کاربران که موتورهای سنگین داشتن از مراجعه نیروی انتظامی نوشته بودن و تهدید شده بودن اگر موتورشون رو برای کمک به نیروهای انتظامی نسپرن موتورشون توقیف میشه. با این تفاصیل شاید بهتر بود حمید سجادی به جای اشاره به فعالیت مشترک فدراسیون موتورسواری با نیروی انتظامی به تهدید موتورسواران برای شرکت در این فعالیت مشترک اشاره می‌کرد. همزمانی این اعتراف وزیر ورزش با پیدا شدن استخوان‌های امین برزگر، دوست کشتیگیر و دوست نوید افکاری در کوههای شیراز به روشنی وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی رو بازوی سرکوب نظام معرفی میکنه که نه تنها مقابل مرگ ورزشکاران به دست نیروهای سرکوبگر و حکومت دم بر نمی آورند که در کشتار مردم نیز به حاکمیت کمک میکنند. مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 22 قطر چهارشنبه در شب در برج میلاد برگزار شد تا ایران را بعد از ماه‌ها و هفته‌ها تأخیر بالاخره پیراهنش که قراره در جام جهانی بپوشه رو رونمایی کنه. تیم ملی برخلاف ادوار گذشته با برندهای معتبری همچون آیداس و پوما و برند خارجی آلشپورت در جام جهانی شرکت کرده بود، در این دوره قراره با برند ایرانی به میدان بره.
بیشتر عنوان شده بود که در مناقصه تامین پیراهن تیم ملی برای جام جهانی هیچ کمپانی خارجی درخواستی نداده. این موضوع ولی چندان بحث برانگیز نیست، بلکه مورد عجیب اصرار به برگزاری مراسم رونماییه، مراسمی که ظاهرا فقط در ایران برای رونمایی از پیراهن تیم ملی گرفته میشه و در اون اصرار عجیبی که از مسئولان دولتی، فدراسیون بازیکنان، پیشکسوتان فوتبال دعوت بشه. با توجه به فضای کنونی جامعه، برگزاری مراسمی به این شکل به قدر کافی محل سؤاله، ولی همین مورد هم با مدیریت پرسش برانگیز روبرو شده که چرا بسیاری از مدعوین از حضور در این مراسم سر باز زدند. بازیکنان تیم ملی که به این مراسم دعوت شده بودند گویی به اجبار خودشون به برج میلاد رسونده بودند. اونها با قیافه‌های ناراحت و درهم روی صندلی‌ها نشسته و دل و دماغی برای پیگیری و همراهی مراسم نداشتند. عجیب اون که وقتی قرار شد مراسم بدرقه هم صورت بگیره، فقط وحید امیری به نمایندگی از سایر بازیکنان روی سن حاضر شد و به صورت نمادین با بازیکنان تیم ملی خداحافظی شد. حتی شور و شعف کاذبی که موجی مراسم هم سعی می‌کرد ایجاد کنه، باعث تغییر حال و روحیه بسیاری از حضار نشد و بازیکنان تیم ملی از تشویق کردن ساده هم در این مراسم تفره می‌رفتند. تنها جایی که به نظر می‌رسید مراسم به معنای واقعی جون گرفت، مربوط به لحظه‌ای بود که عکس علی دایی پخش شد. لحظه‌ای که با تشویق قابل ملاحظه و البته معنادار حضار همراه بود. این اتفاقات همگی در شرایطی رقم خورد که مسئولان برگزار کننده انتظار داشتند مراسم باشکوهی برای تیم ملی بگیرند، ولی در روزهایی که ملی پوشان ایرانی در رشته‌های مختلف حتی بعد از قهرمانی هم خوشحالی نکرده بودند، برپایی چنین مراسمی شبیه گل به خودی جدیدی بود، گلی که ماحصل مدیریت بد در این زمان بد است. در کل و برای جمع‌بندی، واکنش ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از این انقلاب رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته پیام‌های تسلیت و همدردی، 2 دسته مطالبی در زمینه آگاهی بخشی در صفحاتشون پست می‌کنند و 3 دسته در زمینه درخواست‌های مدنی مثل کارزارها و هشتگ نه به اعدام و درخواست آزادی بازداشت شدگان مثل دانشجویان و هنرمندان و ورزشکاران و خبرنگاران که میشه به دیگر ورزشکارانی مثل حمیده عباس‌علی، قهرمان کاراته، کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو، ونوس مرادی، ملی پوش سابق انبار، سردار آزمون، آرش مردانی، ایوب آزموده، آبدین شکرابی، قهرمان پرشندام، محمد رضا فقانی، داور و خیلی های دیگه اشاره کرد. ایمان دارم که به زودی زود تمام این اتفاقات بد تموم میشه و روزهای خوبم برای ما فرا میرسه. روزهایی که عدالت جاری میشه. ما در آزادی کامل عدالت رو جاری میکنیم و حق تمام خونهایی که ریخته شده رو از این دیکتاتور، از این حکومت آخوندی فاسد و جنایتکار بچه کش میگیریم. به امید اون روز. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. واقعا به امید اون روز. تشکر آقای لطفی عزیز از گزارش و سخنرانی کامل و جامعی که ارائه دادین. متشکرم. و دوستان اگه صحبت یا نظری دارید، من خوشحال میشم که حالا توی وقت کوتاهی که داریم، من وقت رو آقای انصاری نژاد مایک در اختیار شما بفرمایید. درود بر شما. بسیار بسیار تشکر میکنم از اطلاعات جامع جناب آقای لطفی عزیز و بزرگوار که یه مقدار هم احساساتی شدن و ما هم به همچنین. من فقط یک نکته کوچیک رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که روزی برسه که اسم ورزشگاه آزادی رو، یعنی الان ما باید اسمش رو بذاریم ورزشگاه اسارت و اسم لیگ آزادگانشون هم بذارن لیگ اسارت. حیف این اسامی هست که اینها روی این مسابقات ورزشی و استادیوم ها گذاشتن. یک مسئله رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم در خصوص نوید افکاری، من به واسطه اینکه میخوام شرایط امنیتی و به هر حال آبروی اون دوستشون حفظ بشه، با یکی از دوستان ایشون صحبت میکردم، باهاشون آشنایی داشتم زمانی و میخواستم حالا پرده از یکی از جنایت های دیگه اینطوریش بردارم. این بود که زمانی که اینها میخواستن نوید افکاری رو به اعدام محکوم کنن، نیاز داشتن به شاهد و
متاسفانه یک کودک 17 ساله که کشتیگیر بود و در تیم‌های ملی نوجوانان هم کشتی می‌گرفت رو انقدر شکنجه دادن و به اجبار مجبورش کردن که بیاد و اعتراف اجباری کنه. علیه کی؟ علیه دوست خودش اعتراف اجباری کنه. ببینید که اون الان در شرایط خیلی بدی هست، من اسم نمیارم. ببینید کجای دنیا یک بچه 17 ساله رو میارن؟ و به نظر من اون از نوید افکاری فضعش خیلی بدتر هست. نوید افکاری دیگه الان تو این دنیا نیست، به هر حال همه ما یه روز از این دنیا، ولی به قول فردوسی میگه اگر این تیر از ترکش رستمیست، نه بر مرده بر زنده باید گریست. شما حس کنید که یک دوست رو انقدر شکنجه میدن که علیه دوستش بره و با تهدیدی که خودش و خانوادش علیهشون انجام شده، یعنی خودت و خانوادت رو ما میکشیم اگر نه یه شهادت بده که ایشون مرتکب قتل شده، شما فکر میکنید دیگه این بچه میتونه زندگی کنه؟ من حرفی برای گفتن تو این زمینه البته الان دیگه ندارم و فقط این بغضیه که در گلوی ما میمونه و امیدوارم که یه روز بتونیم حداقل این بغض خودمون رو یه جایی بیرون بریزیم و آزادی اون مملکتون رو ببینیم. خیلی ممنونم که وقت رو. تشکر جناب انصار نژاد عزیز. بله واقعا اینقدر این روزها این اتفاقات و این بغضها هممون داریم که امیدوارم توی فردای آزادی، من خودم به شخصه دوست دارم فقط یک هفته بهم زمان بدن که تمام این بغضهایی که این روزها داریم میخوریم رو فقط یک هفته به اندازه یک هفته بتونیم گریه کنیم و اینها رو بیرون بریزیم. آقای گودرزی مرس، من مایک رو در اختیار شما قرار میدم و حالا امیدوارم این 3 دقیقه رو رعایت کنید چون جلسه بعدی هم فکر میکنم داره شروع میشه. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز و جناب لطفی پور عزیز با سخنرانی خوبشون. من یه نکته رو میخواستم اضافه کنم در مورد اعتراض ورزشکاران. ورزشکارهایی که مثلا ورزشکاران در مورد بس در مورد تیم ملی فوتبال بود که دارن میرن جام جهانی. به نظر من اعتراض میکنن درسته، توی این اعتراض ها خیلی خوبه که همخوانی نمیکنن با سرود ملی و از این چند تاشون که هستن توی تیم ملی همخونی، مثل آقای ترابی که مسیرش مشخص، اصلا از اول همه میدونن دیگه با اون چیزای شعارهایی که میده، و آقای امیری، کسای اینجور، کسایی که توی تیم ملی هستن، به نظر من کسانی که اونجا هستن باید اعتراضشون رو میکردن، کنار مردم میموندن، یعنی میگفتن ما نمیایم مسابقه میدیم، چی میخواست بشه؟ رژیم نهایتش تهدیدشون میکرد و کیو داشتن بفرستن جام جهانی. کنار مردم میموندن اینجوری خیلی بهتر بود تا اینکه بیان بهشون وعده وعید بدن آره ما میذاریم این کار رو بکنید، شما این کار رو بکنید، یا به هر حال تحت هر فشاری که هستن، تحت هر شرایطی که قرارشون میدن، اگر کنار مردم میبوندن بهتر بود که نرن مسابقه بدن. اصلا میومدن میگفتن ما نمیتونیم، آقا ما نمیریم واسه جمهوری اسلامی مسابقه بدیم، کیو میخواستن بفرستن جام جهانی؟ آخوندها میخواستن برن مسابقه بدن جام جهانی؟ اگر ورزشکارا اینجوری از تیم ملی خداحافظی کنن، به نظر من خیلی بهتره کنار مردم باشن تا اینکه برن و واسه جمهوری اسلامی بازی کنن. خیلی ممنونم از اینکه اون وقت رو در اختیار من قرار دادید. مرسی. تشکر آقای گودرزی مرز، ممنون از اینکه نظرتون رو ارائه دادین. دوستان به دلیل اینکه دیگه تایمی نداریم جلسمون، من حالا اگه کسی هم نقطه نظری داره نمیتونم مایک رو براش آزاد کنم. من زهرا رهایی به عنوان مسئول جلسه و بقیه همکاران در بخش ضبط صدا و آدمین ها، بانو شهلا شاسبنی عزیز، آقایان مهدی کریمی و فرشاد ارابی، از حضور شما دوستان و همکاران و مهمانان عزیز در این جلسه خوشحالیم و امیدواریم که به زودی در ایرانی شاد و آزاد همدیگر رو ملاقات و در آغوش بگیریم. روزی خواهد آمد
که شما را از کشور خودمان بیرون برانیم و فروغ دیرینه را از نو بیافروزیم. ختم جلسه را در ساعت 18:15 به وقت اروپای مرکزی اعلام می کنم و از تمام شما عزیزان همراه سپاسگزارم. این جلسه در اختیار شما فکر می‌کنم. سلامت باشید. لایف بسته شد و به سرعت ما اتاق رو باید ببندیم که جلسه بعد شروع بشه. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید و از همگی دعوت می‌کنم جلسه فردا شرکت کنید و اتفاقا سوال جناب آقای گودرزی اونجا بحث خواهد شد. بسیار هم عالی. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.